سلام آقای سلیمان امیری، مرسی که دعوت ما رو قبول کردین، اومدین بالا، باعث افتخاره. درود بر شما دوستان و سروران عزیزم. نمیدونم اگه صدای پس زمینه من اذیتتون میکنه بفرمایید، چون من نه جایی هستم که کمه، خیلی کمه، خیلی کمه. خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. اگر مطلبی هست برای خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم. باش، نظری شما درباره این نشستی که اتفاق افتاد دارید و آیا تفاوتش و با اون وکالت، آیا میخواین نقاط مثبت و منفی هر کدومش رو با هم مقایسه بکنید؟ نظر خاصی درباره این دوتا موضوع دارید؟ خب من نظرم رو ماها قبل هم اعلام کردم، یعنی جایی که به ضرورت رهبری پرداختم در حالی که خیلی از دوستان ناراحت شدن، حتی من یادم هست جناب فرج سرکوهی و خیلی از عزیزان در همان زمان یعنی 1 اکتبر اشاره می‌کردن که نه، نیاز به رهبری نیست و این جنبش کار خودش رو پیش می‌بره و خب دیدیم به مرور زمان کمی از اون تب و تاب افتاد. این رو البته من عرض نکردم ها، من هم به واسطه مطالعه کتاب‌های در حوزه انقلاب ها بود که این مسئله رو عرض کردم. از آن طرف هم در نیروهای انقلابی شما شخصیتی ندارید که بتونه یگانه امر انقلاب رو پیش ببره. حتی خود خمینی هم چنین ابزاری نداشت. شما نهاد روحانیت در 40 سال قبل با آن همه سابقه در اختیار داشتن اذهان مردم، زندگی شخصی مردم، به آن اندازه اعتبار نداشت که شخص خمینی بتونه یک تنه انقلاب رو پیش ببره. از همه نیروها کمک گرفت. حتی کار او به جایی رسید که دست به دامن احزاب شد. حتی به شکل موقت دولت رو به مهدی بازرگان و نهضت آزادی داد که سابقه بسیار قبلی داشت در ایران. جدا شده از جبهه ملی بودن. اینها نشان میده که انقلاب یک امری نیست که یک شخص بتونه به تنهایی اون رو انجام بده. درست ممکنه در طول یک انقلابی اشخاصی شاخص بشن، برجسته بشن و به عنوان رهبر انقلاب باشن، ولی یگانه نخواهند. شما در هیچ انقلابی ندارید یک شخصی یگانه یک انقلابی رو پیش برده باشه. مجموعه از نیروها در کنار اونها هستن. نیروهای انقلابی امروز به چند دلیل دارای تکثرن، یعنی از نگاه مسائل اجتماعی اگر نگاه بکنید، خب شما گروه‌های مختلفی رو دارید که منافع اونها در گذار از رژیم جمهوری اسلامی است. در بعد سیاسی احزاب متعددی دارید، حتی در بعد بین‌المللی نگاه کشورها در برابر جمهوری اسلامی یکسان نیست، از طرفداران پروپاگورسش گرفته تا کسانی که با او مراوده و معامله دارند، یعنی نگاه تاجر مسلکی به جمهوری اسلامی دارند، تا دشمنان سرسخت او، همین ها حضور دارند. وقتی ما افرادی رو نداریم که بتوانند به تنهایی این کار رو انجام بدن، نیازمند این هستیم که یک اجتماعی رو ایجاد بکنیم از همین نیروها. به همین دلیل من در بحث رهبری به مسئله شورا یا یک مجمع یا یک ائتلاف پرداختم، چون می دانستم چون شخصی وجود نداره که اگر وجود می داشت جمهوری اسلامی تا به اینجا دوام نمی آورد. هیچ کسی هم که دارای قدرت هست در بعد سیاسی نمیاد قدرت خودش رو تقسیم بکنه با دیگران. من ایمان سلیمان اگر بتونم جمهوری اسلامی رو بندازم، آیا نیاز به همکاری با جناب نوابی و فارسانی دارم؟ به هیچ عنوان. خودم یک تن این کار رو انجام میدم. اما اگر بدانم دشمن من دارای قدرتی است و برای اینکه او رو بیاندازم نیاز به کمک نیروهای دیگر دارم، باید این ابزار رو در دست بگیرم، از اون استفاده بکنم، گروه‌های مختلف رو پیرامون اون منافع و ارزش‌ها جمع بکنم. این مسئله بود که من در گذشته بهش پرداختم. مشکل از جایی آغاز شد که یک انحرافی در این اجتماع حاصل شد، یعنی جایی که 6 نفر در یک توییت مشترکی در ابتدای سال 2023
یک کلید مشترکی دادن، هیچ برنامه‌ای هم نبود، هیچ دیدگاهی هم نبود. بلافاصله من در یک اتاقی که مربوط به خودم بود از این مسئله استقبال کردم، چون میدانستم این کمک کننده است. و در همان اتاق اشاره کردم که مراحل بعدی چیست، از جمله ایجاد اصول، منشور، گفتمان، جذب نیروهای مؤثر بیشتر، چون شما برای انقلاب نیاز به چندین نوع رهبر دارید. شما رهبران تئوریک نیاز دارید. هیچ کدوم از اینها رهبران تئوریک نیستن. شما نیازمند رهبران میدانی هستید. ببینید، شما به عنوان مثال عرض میکنم، در نشست دیروز یکی دو جمله بیان شد خیلی برای من جالب بود. یکی بحث این بود که برای تحریم سپاه نیاز به مشورت با حقوقدانان بین المللی است. این مسئله بسیار مهمه. یعنی شما نباید فکر کنید که فرضاً با تجمع برلین شما میتوانید همه کار رو پیش ببرید. نه، گاهی موانع قانونی وجود داره که شما برای اون باید از اندیشه حقوقدانان بهره ببرید. و من این رو دیروز شنیدم، یا آقای اسماعیلیون وقتی صحبت از اعتصابات کرد که اینها باید هدفمند باشه، این همه حرفی بود که ما در گذشته میزدیم که شما نمیتوانید دائما به مردم فراخوان اعتصاب بدید، بلکه شما باید بر اساس نیروهایی که دارید، قدرتی که دارید، نقاط ضعف حکومت، اعتصابا رو سازماندهی بکنید. کدام اعتصاب کمر حکومت رو میشکنه؟ کدام نیرو در ضعف هستن؟ کدام بخش خیلی سریع به اعتصابات میپیونده؟ اینا برنامه ریزی میخواد، بحثای کلاب هاوسی نیست. و وقتی میبینم آقای اسماعیلیون چنین مطلبی رو میگه، آقای شاهزاده رضا پهلوی چنین مطالبی رو میگه، احساس میکنم اونا دارن کار میکنن با گروه دیگری که درستش هم همینه. یعنی نخبگانی که در حوزه نظر، در حوزه تئوری های انقلاب ها دارن جمهوری اسلامی رو رصد میکنن، جامعه جهانی رو رصد میکنن. خب طبیعی آقای اسماعیلیون یا خانم فراهانی، خانم بنیادی، خانم علی نژاد، اینا نخبه نیستن از نظر تئوریک، اما کسانی هستن که رهبران بسیجگرن. این توان رو دارن، توانایی ایجاد رهبران میدانی رو دارن، پیدا کردن اون در داخل رو دارن. ما به همه این رهبران نیازمندی. من بارها عرض کردم انقلاب به سه دسته رهبر نیاز داره. یکی تئوریسین ها هستن، نخبگان هستن که اینها باید با نخبگان رژیم مقابله بکنن، و این تقابل از دهه ها قبل آغاز میشه. در همه انقلاب ها هم همین گونه است. سالها قبل از انقلاب فرانسه این کار انجام شد، در استقلال امریکا این کار انجام شد. این نخبگان، من در همین ایام که مورد حملات شدید این دوستان قرار گرفتیم، یه بحثی بود از آقای تاماس پین مطرح کردیم در باب اینکه اندیشه ایشون سبب شد که جمهوری که امروز شما به نام امریکا میشناسید ایجاد بشه، وگرنه خیلی از اون مبارزین با نیروهای انگلستان به دنبال این نبودند که از انگلستان به معنای اون نظام پادشاهیش جدا بشن، جمهوری بشن. اما اون کتاب دورانساز او به نام عقل سلیم یا اون حس مشترک ایجاد کرد که اونها به احساس کنند که بله، حالا که ما داریم این هزینه رو میدیم، بیاییم بر اروپا خودمون بیستیم. چه نیازی هست زعامت و پیشوایی پادشاه انگلستان رو بپذیریم؟ ببینید، عرض من اینه، نظریه پردازانی جهت انقلاب رو تغییر میدن، هدایت میکنن. این یه بخشی از رهبرانه که این 5-6 نفر نیستن، هیچ کدومشون نیستن. دسته دوم رهبرانی بسیجگرن، بسیج میدانی میکنن، بسیج مالی میکنن، گروهای مختلف رو پیرامون هم جمع میکنن. این 5-6 نفر چنین هستن، یعنی رهبران بسیجگری هستن که دارای منابع لازم هستن، چه منابع انسانی، چه منابع مالی، چه توجهات بین المللی. گروه سوم رهبران میدانی هن. یعنی کسانی که باید در درون یک کشور در خیابان‌ها خودشون رو نشون بدن. شما نباید توقع داشته باشید آقای شاهزاده رضا پهلوی بره در خیابان. شما نباید توقع داشته باشید خانم مسیح اینجا بره در تهران در اون میدان انقلاب یا آزادی مبارزه بکنه. نه، ما به این سه دست از رهبران نیازمند. خب حالا چه باید بکنی؟ باید سعی بکنی یه گفتمانی رو ایجاد بکنی که مردم بدانن اگر جمهوری اسلامی رو نمیخوان چه میخوان. و این ارزش ها به قدری مهم باشه
که اونها احساس کنن حتی میشود از جان هم گذشت برای اینکه آینده بهتر برای فرزندان و برای نوادگانشون بسازن. در کنار این شما منابعی که به اون ارزش‌ها باور دارن رو باید جذب کنی. در بین انقلابیون نقش جامعه بین المللی از زمانی که نظر خانم اسکاچپول و دیگران آمد به بحث نظریات جامعه جهانی خیلی اهمیت داده شد، چیزی که در گذشته اهمیتی نداشت، اون در هم تنیدگی وجود نداشت. امروز شما نیازمند شخصیت‌هایی هستی که داره مقبولیت جهانی هن. الان شما بحث خانم شیرین عبادی رو می‌بینی، ایشون تو اون عضو 6 نفر نبود، الان جزء 8 نفر آمده و یک سری عزیزان که من حالا نامشون رو نمیارم اما پشت پرده این کارو انجام میدن، به دلیل اینکه اینها چه ما بخواهیم چه نخواهیم یه وجاهتی در جامعه جهانی دارن. شما در مورد خانم آن سان سو چی دیدید؟ یک چنین مسئله رخ داد، حالا بعدن که ایشون به انحراف رفت کار دیگری است، ولی منظورم اینه که افکار جهانی میطلبد که شما در صفحه انقلابیون کسانی رو داشته باشی که دارای وجاهت باشن. ممکن انسان سیاسی نباشه اصلا، اما یک شخصیت تاثیرگذار بین المللی است. او میتونه با نهادها و وکلای حقوق بشری مراوده بکنه، کارهای متعددی رو انجام بده. شما به خاطرات فیلمی هم هست، نمیدونم کدوم شبکه رو تهیه کرد، من در گذشته دیدم، در مورد آقای صادق قطب‌زاده بود، اون فرزند انقلاب یا همچین تعبیر بود، حالا من حضور ندارم، ایشان با یه سری از وکلا در فرانسه صحبت میکرد در مورد ایجاد مشکلاتی برای رژیم پادشاهی. یعنی خیلی از امور پشت پرده هست که ما از اون بی اطلاعی نمیدونیم، ضرورتش رو تشخیص نمیدیم، فکر میکنیم همه چیز در خیابانه. بله همه چیز در خیابانه، اما یه لوجستیکی نیازه و من به دنبال این بودم که این گروه بتونه خودش رو تقویت بکنه، نخبگان رو جذب کنه، گروه‌های مختلف رو جذب کنه و بتونه یک اتحاد و مشارکتی رو سبب بشه. ناگهان با یک پروژه‌ای روبرو شدیم، بحث وکالت، که من نمیدونم این از کجا آمد برای چه آمد، اما صحبت من این بود که انقلاب یک پدیده‌ای است که شما نیاز به شراکت دارید نه وکالت. حالا اونم یک تمثیل فقهی داره که من سعی کردم اون رو با اون دیدگاه میرزای نایینی و دیگران شبیه سازی بکنم. شما در مورد بخش نمایندگی نظام وکالت دارید، یعنی یک نظامی مستقره، مردم یک منطقه‌ای میخوان به یک شخصی نمایندگی بدن که ایشان بره در مجلس اون دیدگاه‌های اونها رو در مجلس به هر حال به شور و مشورت بذاره، به عنوان طرح تصویب بشه، یا اگر در دولت هست به عنوان لایحه تصویب بشه. اما شما در انقلاب نیاز به وکالت ندارید، در انقلاب نیاز به شراکت دارید. شراکت یعنی این که هر کسی به اندازه توانایی خودش در امر تخصصی خودش به انقلاب کمک بکنه، این میشه شراکت. و من این رو یک انحراف دیدم و اشاره کردم این موضوع میتونه موجب انشقاق بشه، که دیدیم هم شد، حداقل در فضای مجازی شما دیدید که این کار شد. اما خوشبختانه آن 6 نفر با مشاورانی که داشتن و افراد دیگر و اوغلا راه درست رو رفتن، به جای 6 نفر شدن 8 نفر و به جای 8 نفر شدن اعلام کردن که درها بازه و گروه های دیگه هم میتونن بیان. و در کنار این بحث منشور یا اون اصولی که ما همیشه اشاره کردیم که مردم نمیدونن که چی میخوان، جامعه جهانی نمیدونه که چی میخوان، اون رو هم منتشر بکنن، ساز و کارها رو بنویسن، کارهای اجرایی رو شروع بکنن و همه اینها بسیار بسیار کمک کننده است به انقلاب. برای همین صحبت من در نهایت این است، هر کسی صحبت از من بکنه، وکالت به من، بیعت به من، این یک انحراف. خوشحال شدم که در جلسه دیروز بحث ما مطرح شد نه من. شما فرض کنید بعد از نشست دیشب حالا یک خانومی بیاد برای کمپین خانوم علی نژاد یه وکالتنامه یه همچی چیزی بنویسه، آیا ما اون رو افتراق و انشقاق افکنانه نمیدونیم؟ قطعا میدونیم. بنابراین طبیعی است که در برابر این موضع بگیرید و این رو انحراف بدونید، ولی خوشبختانه این
نشست به نظر من نکات بسیار موثری داشت، از جمله دور هم نشستن افرادی که در همین فضا گفته بودن نه خیر آقای اسماعیلیون با شاهزاده نمی نشینه، اون یکی با اون یکی نمی نشینه، یا انواع اقسام این اتهامات که من خوشبختانه دیدم که چنین نبوده. امیدوارم هم هستم که در آینده با دیگر افرادی که به اون جمع اضافه میشن، حتی کار تدوین قانون اساسی که در حال انجام هست و خیلی امور دیگر، ما بتوانیم یک ایران آزاد و دموکراتیک داشته باشیم. هر کسی به دنبال جدایی باشه و اون رو هم توجیه بکنه، به نظر من داره به این انقلاب ضربه میزنه. اما اگر کمک بکنیم که این جمع 8 نفره تبدیل بشه به 80 نفر و اون 3 بخش مورد نیازمون پوشش داده بشه، میتونه به ما کمک بکنه. پس من دیشب دیدم بعضی از عزیزان گفتن که آقا فلانی سیاسی نیست. بله سیاسی نیست، نظریه پرداز نیست، اما این جمع میتواند با اتحاد نظریه پردازان سیاسی رو که واقعا قائل به دموکراسی هستن رو جذب کنه، نخبگان رو جذب کنه، نیروهای میدانی و مدیران میدانی جدید بسازه. این پل‌های ارتباطی با داخل نکات بسیار مهمیه و به نظر من این اتحاد میتونه با اینکه در اول راه هست، اگر ما کمک بکنیم پیشرفت کنه. اما اگر بحث منیت مطرح باشه یا جایگاه شخصی یک نفر، میتونه به این مسئله ضربه بزنه. عرض دیگری ندارم، ببخشید اگر خیلی طولانی صحبت کردم. نه وقت دارین من یه نقدی به صحبت شما بکنم، اگه وقت دارین گوش بکنین ببینید شاید نقدم درست باشه. بله بله در خدمتم، بفرمایید. بله در خدمتم. البته من یه چیزی هم بگم، من اگه نقدی هم بکنم، میدونم در جایگاهی نیستم که بالاخره شما خیلی از من مطالعاتتون بیشتر بوده و اینا، و من خیلی اگه نقدی هم کنم به خاطر این نیست که با شما من برنامه های شما رو خیلی دوست دارم، اکثر صحبت های شما رو قبول دارم، ولی درباره موضوع وکالت و اینا فقط خواستم بگم نقد کوچیکی داشتم درباره این که وقتی که دارین میگین که مثلا ما اگه یه رهبر بخوایم برای این انقلاب فرض بکنیم، یه رهبر رو تعیین بکنیم، این انتخاب رهبر به این معنی، شما خودتونم گفتین انقلابای قبلی رهبر داشتن، انقلابایی که موفق بودن تو طول تاریخ موفق بودن، و حالا یک نقطه چیز مشترکی هم که داشتن اینه که رهبرشون شورا نبوده. اینو معمولا انقلابایی که موفق بودن رهبرشون یک شخص بوده، یعنی اگه بخوام از تاریخ استفاده بکنیم، خب پس ما با یک شخص رهبر احتیاج داریم. انتخاب یک رهبر یک شخص به عنوان یک رهبر، جناب نوایی من یه سوال از شما دارم، رهبر انقلاب فرانسه کی بود؟ نه اون مثال خوبیه، من گفتم معمولا، مثلا من هندو مثال زدم، مثلا میتونیم بزنیم آفریقای جنوبی رو مثال بزنیم. خب رهبر استقلال امریکا کی بوده؟ بفهمید رهبر استقلال آمریکا، خب در یه مقطعی رهبر داشته جورج واشنگتن، در یه مقطعی رهبر انقلاب روسیه که بوده آمریکا که جورج واشنگتن یه مقدار رهبریشو به عهده گرفت، روسیه هم لنین. نه ببین اتفاقا در خود امریکا هم اگر شما نگاه بکنی افرادی مثل فرانکلین از گذشته و سردارانی یه لحظه فقط سردارانی مثل جورج واشنگتن در کنار نظریه پردازانی مثل تاماس پین، جفرسون و دیگران یه مجموعه رو تشکیل دادن. نه من نگفتم، یعنی هر کدام بخشی از این غالی انقلاب رو گرفتن و در یک منزل جدید بر زمین نشاندن. ببینید ما گاهی فکر میکنیم رهبر انقلاب کسی است که در نهایت اون بخشی که ما اون رو قبول داریم هدایت کرده، در حالی که این گونه نیست. خب آقای امیر، من اونایی اون اکثر انقلابا یه دونه رهبر داشته. خب حالا شما میگین کسای دیگه هم شرکت داشتن، رهبر داشتن با شرکت بقیه که تناقض نداره. ما اگه یه رهبر انتخاب بکنیم برای یه انقلاب، مثل توی آفریقای جنوبی، مثل توی هند، مثل توی آمریکا که یه رهبر داشته بقیه هم شرکت داشتن، خب مثل خیلی انقلابای دیگه، مثل همون روسیه که لنین بود بالاخره رهبرش و اینا که بله خیلی کسای دیگه هم نقش داشتن. شما فکر میکنید ما اگه داریم میگیم یه رهبری یک انقلاب یه رهبر داره، یعنی بقیه شرکت نمیکنن؟ اصلا ما انقلابی داریم که رهبر داشته باشه، رهبرش با شراکت با بقیه کاری انجام نداده این کارا رو انجام نداده باشه؟ شما یه جوری داریم میگین که انگار مثلا ما بگیم یه این شخص رهبر ماست، یعنی هم اینو
دارید به نظر میرسه شما چیزی که دارین میشنوید اینه داست که این شخص به تنهایی میتونه همه کارا رو انجام بده، در صورتی که هیچ انقلابی نبوده که رهبر داشته باشه و اون رهبره به تنهایی کارا رو انجام داده باشه. اینا با هم تناقض ندارن، احتیاج به اشتراک و احتیاج به یک رهبر با هم تناقض نداره. بله خب من اول یه نکته بگم، نه لنین هم به تنهایی رهبر نبود، نگفت حتی بعد از انقلاب. من نگفتم تنهایی رهبر داشتن به معنی تنهایی نیست. الان من عرض میکنم ببینید مسئله بر سر اینه که ما در زمان انقلاب نیازمند کمک گروه‌های مختلف هستیم. بسیاری از همین رهبران انقلابی حداقل خودشون رو از بقیه جدا نمی‌کردن. متاسفانه در شرایط فعلی نه خود اون اشخاص بلکه گروه‌هایی وجود دارن در همین فضای مجازی گرفته تا احزاب که دائما ساز مخالفت میزنن به عنوان اینکه گروهی قصد مصادره داره. این بهانه‌ای است که همیشه وجود داشته. حالا آیا باید با یک عملی بیفایده به این مسئله مصادره هم دامن زد؟ آیا این رو ما یک عقلانیت سیاسی میبینیم؟ چون وقتی صحبت از عقلانیت سیاسی است یعنی شما بهترین ابزار رو برای کسب بهترین نتیجه به کار بگیرید. این میگه عقلانیت سیاسی. ما وقتی نیاز به همدلی همه گروه ها داریم، یکی از این رهبران بگه آقا شما با من بیعت بکنید، ای هواداران من شما با من بیعت بکنید، آیا این موضوع می تواند برای دیگران هم یک سوء ظن ایجاد بکنه؟ به نظر من میتونه، در حالی که هیچ فایده‌ای هم در اون بیعت وجود نداره. خب چرا ما باید در این دام بیفتیم؟ آقای امیری مقایسه بیعت با وکالت خیلی غیر منصفانه است. برعکس رابطه برعکس، شما توی بیعت دارین با یک کسی خدمت میکنین، تو وکالت اون وکیل داره برای شما خدمت میکنه. رابطه برعکس با بیعت، با این وکالت و بیعت رابطه مخالف هم. منظور من محتواش نیست. من عرض کردم مثلا انقلاب وکالت نیست، شراکت. منظور من محتواش نیست، منظور من سرسپردگی یک گروه به یک شخصه که در بیعت وجه اتم اون وجود داره دیگه، درسته؟ فرض کنید من میخوام وارد فاز انقلابی بشم در کنار شما و دیگران، اما به دنبال این هستم که آیا هواداران من فردا هم از من حمایت میکنن؟ میام به اونها میگم آقا چیزی بنویسید که جانتون رو هم برای من خواهید داد. آیا این موضوع میتواند انشقاق ایجاد بکنه در صف انقلابیون؟ به نظر من نبود. خب بله وکالت، ولی این نبود که وکالتی هم چیزی نبود. هرچه باشه، ببینید دیروز شاهزاده ظفرپور حرف جالبی زد. صحبت ایشان این بود که برخی از کارها با مشارکته، یعنی اگر مثلا قرار هست یک آدم سیاسی رو ببینی، خب طبیعیه من و اشخاص دیگه ای ممکنه با هم ببینیم و افراد دیگری در ابعاد دیگری برن ببینن. خب این خیلی مهمه جناب نوابی. ببینید شما فرضاً میخواید وارد یک بحث حقوقی بشید با اتحادیه اروپا برای تحریم سپاه، شما این 6 نفر رو جمع کنید با اون اتوبوس مجانی ببرید در اتحادیه اروپا، این 6 نفر یه استدلال نمیتونن در مورد مسائل حقوقی بیارن. خب اونجا کی باید بره؟ حقوقدانان انقلابیون، وگرنه وکالت فایده ای نداره که. شما به من وکالت مثال کسی رو میشناسین؟ اجازه بدید. شرط اول وکالت این است که شخص وکیل از عهده کار موکل براید. چرا ما به یک شخص کودک وکالت نمیدیم جناب نوابی؟ چون شخص کودک نمیتونه اون امری رو که موکل به دنبالش هست رو برآورده بکنه. یعنی صلاحیت این چیز حقوقی است دیگه. حالا من به عنوان سردفتر اصلی رسمی دارم عرض میکنم، شخص وکیل باید از عهده انجام مورد وکالت بر بیاید، وگرنه اون وکالت معنی نداره. آیا شما میتونید این کارو بکنید؟ خوب هست، یعنی شما چیکار بکنید؟ یعنی به عنوان یه حقوقدان شما میتونید برید مثلا داوطلب بشین برای آقای رضا پهلوی که یه همچین توی برای همین نشستی که تشکیل شده
آیا شما بله بله ببینید اصلا خانم شیرین عبادی به عنوان مثال دارم عرض میکنم دیگه، حالا من اصلا کنار ببینید، خانم شیرین عبادی بهار حقوقدان، در کنار ایشون افرادی هستن، دوستدارانی هستن که حقوقدانن، من حالا نمیخوام نام اون افراد رو بیارم، اینا دارن کار میکنن، همین الان دارن در روی قانون اساسی. چرا شما نه، چرا شما نه که ما بی خدایان هم یه نماینده داشته باشیم تو این نشست. حالا اجازه بدید جناب نوابی، حالا بحث ما خدا نوابان کنار بذاریم، بذارید یه مقدار بحثا جدی تر باشه. ببینید من روی صحبتم اینه، وقتی ما یک مجموعه ای داریم به عنوان رهبران انقلابی که توش حقوقدانان هم هستن، وقتی قرار سپاه در لیست تحریم قرار بگیره، آیا نیازمند آگاهی از قواعد بین المللی هستیم یا نیستیم؟ هستیم. نیاز هست فردا برای اینکه قدرت سرکوبگر رژیم رو محکوم بکنیم، زیر سوال ببریم، نیازمند استفاده از حقوقدانان هستیم یا نیستیم؟ شما آقای حمید نوری رو دیدید؟ درسته؟ هزاران فحش و فضیحت به جمهوری اسلامی دادن، اما افرادش می اومدن به راحتی در اروپا میرفت. اما یه کار حقوقی انجام شد، امروز خیلی هاشون دیگه جرئت نمیکنن پاشون رو بذارن جای دیگری. چرا؟ چون کار حقوقی نیازمند آدم حقوقی است و ما باید در صفحه انقلابیون اینا رو جذب کنیم. وقتی قراره با شورایی، حالا اتحادیه اروپا گرفته یا هر شورای دیگری، گفتگوی حقوقی صورت بگیره، شما نیازمندی نیست خانم بنیادی رو بفرستید، خانم علی‌نژاد رو بفرستید. این هیچی از ارزش‌های اونا کم نمی‌کنه ها، نباید بگید آقا اون داره فلانی خراب می‌کنه، نه، چون این کاره نیست. شما باید حقوقدانان رو بفرستید در آن مجلس، در آن مجمع قانع بکنن طبق قواعد بین‌المللی که سپاه پاسداران چنینه چنانه و باید از این ماده قانونی، از آن بند، از آن اصول استفاده کرد برای تحریم سپاه. پس اینجاست که دیگه شاهزاده رضا پهلوی بکارش فایده ای نداره. خب میگم اینو چی بگی؟ اونجا باید حقوقدانانت برن. پس بهتر ما بگیم ما یک مجمعی خواهیم داشت، حالا در این مجمع و منشور مردم میتونن بیان به این مجمع به عنوان نمایندگان مردم، بازم عرض میکنم یک ماء کلی، یک جمع کلی نمایندگی بدن، اون وقت برای هر امر تخصصی آدم مورد نظرش وارد اون عرصه میشه. بفرمایید. من میگم این این کمپین وکالته با اشتراک، با اون چیزی که شما بهش میگین اشتراکت نامه، تناقضی نداره. آقای رضا پهلوی نه نه تناقض داره دیگه. نداره. آرمین جان ببینید تناقضش در اینجاست. الان من عرض میکنم شراکت نامه یعنی انسانهایی پیرامون یک هدف با هم متحد میشن، هر کسی سرمایه‌ای رو قرار میده، حالا این سرمایه ممکنه کار باشه، ممکنه ایده باشه، ممکنه مال باشه، ممکنه نیروی بدنی باشه. خب در انقلاب ما اتفاقا نیاز به شراکت نامه داریم. چرا؟ چون اگر یک زمانی کار ما به یک مجمع حقوقی رسید، چی باید بره؟ اون حقوقدانان انقلابی باید برن. شما دیدید قانون اساسی انقلاب ایران رو کیا تدوین کردن؟ آرمین جان همون آقای حسن حبیبی و کاتوزیان و اینا در همون فرانسه نشستن بر اساس اون قانون جمهوری پنجم، اگه اشتباه نکنم فرانسه نشستن، یه قانون اساسی نوشتن، چون بقیه که این کاره نبودن. ببینید برای همینه که من به شراکت نامه باور دارم، چون در شراکت نامه، چون در شراکت نامه ما یه بُعد حقوقی داریم، یه بُعد بین المللی داریم، یک بُعد میدانی داریم، یک بُعدی داریم که در اون باید کارهای مربوط به اعتصاب، مربوط به اون فراخوان‌ها، آقای چیزهایی نیستن که باشه. ولی آقای رضا پهلوی آیا گفتن به من وکالت بدهید که من تنهایی و بدون کمک کسی بیام این کارا رو انجام بدم؟ آیا همچین ادعایی کردن؟ ببینید اصلا بحث وکالت از نظر شکلی و محتوایی اشتباه، یعنی این که من بگویم برای اینکه صدای من شنیده بشود نیازمند وکالت هستم، آرمین جان اشتباهه. اول از شکلی اشتباهه. آن مجمعی که اینقدر دقیقه که به دنبال وکالت نامه است، قطعا وکالت نامه او هم باید با مورد وکالتش مشخص باشه دیگه. دوم این ساختار وکالت چگونه است؟ آیا از طریق الکترونیکی انجام میشه؟ یا در خیابان؟ یا در انقلاب ها با به نوعی حالا اون بوده فراخوان دادن ها و توجه مردم در عمل؟ ضمناً
آقای شاهزاده رضا پهلوی آیا واقعا 300 هزار نفر طرفدار داره؟ 500 هزار نفر طرفدار داره؟ نه اون یه نمونه آماریه. کل عددش بازم غلطه. بازم غلطه. چهارم، آیا شاهزاده رضا پهلوی روش که نمیشناسه؟ یعنی سیاستمداران دنیا اینقدر جاهلن که بگن که خب ایشون کی هست اصلا اومده؟ ما بریم تحقیق بکنیم ببینیم. کاربردش این نبود آقای امیری. ببینید شما هرچی بود. بله. یعنی شما هر چی رو میخواید کاربردش رو بگی، به نظر من اول از نظر راستی آزمایی مشکل داشت و دوم در عمل موجب انشقاق میشد. حالا بفرمایید کاربرد اصلیش چی بود؟ فقط این رو به من بفرمایید. کاربرد اصلیش اینه که ایشون انقدر فروتن هستن که محبوبیتشون رو لزوما دلیل برای اینکه ما داریم به ایشون درخواست نمایندگی داریم نمیبینیم. درسته که ببینید شما میگین ابزار مناسبی نبود، ما چون الان توی نداریم دسترسی به رأی و انتخابات و اینا نداریم، هر ابزاری که بخوایم استفاده بکنیم ابزار ناقصی خواهد بود. ما فقط ابزاری که ناقص نباشه رو فقط موقعی میتونیم داشته باشیم که براندازی بشه، بعد بتونیم بریم انتخابات آزاد داشته باشیم توی فرعه ایران آزاد. الان مجبوریم از ابزار ناقص استفاده بکنیم. آقای رضا پهلوی این پیشفرض رو نذاشتن که چون محبوبن، چون مردم میشناس، محبوبیت و شناخته شدن به معنی این نیست که ما میخوایم ایشون نماینده ما باشن. ایشون این پیشفرض رو نپذیرفت و خواست از ما یک سیگنال خواست که به من بگی که من آیا، برای اینکه شما ایشون تجربه الان یه 30 سالیه که تجربه دارن که مردم حتی شناخته شدگیشون خیلی هاشون اصلا نفرته. ایشون چندین بار فراخوان دادن، تقاضا کردن و مردم ایران جواب ندادن و حتی جواب منفی هم بهشون دادن. ایشون سابقه تاریخی دارن که علیه اصلاحات بودن و مردم میرفتن میلیونی رأی میدادن به روحانی، به خاتمی، و ایشون نمیتونست بیاد این پیشفرض رو بکنه چون شناخته شده است حتما به این معنی هست که ما میخوایم ایشون بره برای ما صحبت بکنه. این کمپین وکالت، ایشون حالا نگفتن از این کمپین برین استفاده بکنید، ایشون گفتن بیان به من، آیا منو میخوان یه جوری به من نشون بدین که من اعتباری دارم که بیام برای شما حرف بزنم یا نه. حالا بعضی از ابزارهای مختلفی استفاده شد، بعضی صدایشون رو تو خیابون صدا زدن، بعضی از کمپین استفاده کردن، بعضی از هشتگ استفاده کردن که ما این بهونه رو از ایشون بگیریم. ببینید آرمین جان، ببینید من صادقانه به شما بگم، اصلا این حرف ها خیلی عجیبه. شما الان به فرض کنید من ایمان سلیمانی نمیدونم که آیا مخاطبی دارم یا ندارم. مخاطب نه، قطعا میدونم. نه مخاطب نه، ایشون هم میدونه. ببینید ایشون هم میدونه. اعتبار داره، چرا نداره؟ از کجا بدونه؟ این حد رو قبلا هم می‌زد. ایشون از کجا بدونه؟ بله، ایشون تعداد کسانی که حداقل از نظر تعقیب کنندگان ایشون هستن، این شبکه‌های جهانی که ایشون تتلو، پس تتلو مصاحبه میکنه با اون تتلو رو، نه با اونها مصاحبه میکنه. جان نه، میگم تعداد فالوور و اینا به این معنی نیست که ما می‌خوایم ایشون برای ما حرف بزنه. ما ممکنه کنجکاو باشیم. خب بسیار عالی، شما که کنجکاو به هر چیزی که نمیشید که. شما صفحه توییتر آقای آرمین نوابی رو باز میکنید، وقتی میبینید 10 تا سیاستمدار ایشون رو تعقیب میکنن، یعنی ایشون یه آدمی که کنجکاوی ادیب. خب صدای ایشون بچه صدای آقای امیری برای من قطع شد، برای شما قطع شد؟ آره صداتون قطع شد استاد. صدای شما رو ما نداریم. ای چه حیف. حتی آرمین نظرسنجی گمان هم بود اگه یادت باشه که اون محبوبیت بود. این به این معنی نیست که ما میخواییم ایشون برای ما صحبت بکنه. آقای امیری آکی، من پس بگم پس نظرم ها. من دارم آقای امیری دارم صحیفه کنم میکنم که درست بکنم مشکلشون، ولی من دارم میگم که ما خب آقای رضا پهلوی با توجه به ای که این جامعه ایران که انقدر بالاخره پدر ایشون هم یه محبوبیتی داشت، شناخته شده هم بودن، دیدین مردم ایرانی با پدر ایشون چه رفتاری کردن و بعدم دهه ها سال ایشون از ما خواستن که چه می‌دونم اصلاحات نریم رای بدیم، ما گوش نکردیم. اومدن ایشون یه توی LA یه فراخوان دادن، یه چیز بود، یه ایونت داشتن که مردم بیان ایشون رو ببینن. من فکر کنم 20 نفر هم نیومدن. بعد ایشون بیاد یه پیشفرض بکنه که پس مردم منو قبول دارن. بله. ببینید مردم قبول دارن، این شورا رو قبول دارن، این گروه رو قبول دارن، اما یه نفر وقتی ساز جدایی بزنه به عنوانی که آیا من رو قبول دارید. خب آقای نوابی عزیز الان من وارد اتاق شما شدم، درسته؟ بله. شما از من دعوت کردید،
خب این نشان میده که شما به هر حال با اینکه با من زاویه دارید، اختلاف دارید، دشمنی دارید، دوستی دارید، منو قبول دارید. به هر حال یه جنبه منو قبول دارید. وقتی ایشون کنار خانم علی نژاد میشینه، وقتی کنار دیگران میشینه، وقتی کنار 7 8 نفر میشینه، خب این نشانه مقبولیت ایشونه، نیاز به وکالت نیست. بخشی ساز جدایی خیلی غیر منصفانه است، چون که ایشون وقتی که اومدن این تقاضا رو کردن داشتن دست دراز میکردن به همه که بیان باهاش داشت ایشون داشتن شرایط کار کردن با همه رو میگفتن، میگفتن من اتفاقا تو همون اگر این موضوع قبل از اون توییت های مشترک بود، من نظر شما رو میپذیرفتم، میگفتم آقا کسی حاضر نیست با ایشون کار بکنه، طبیعی هم هست، حق ایشون هم هست که کار خودش رو انجام بده. اما بعد از اون توییت ها یک موجی راه افتاد از همدلی، و این همدلی همیشه برای رژیم های استبدادی بسیار خطرناک. برای همین سعی خواهند کرد زمینه هایی رو ایجاد بکنن برای انشقاق. شما دیدید خانم علی نژاد دیشب اشاره کرد که عده‌ای سعی میکنن در شبکه های اجتماعی دامن بزنن به دشمنی میان من و فلانی، میان اون یکی با اون یکی، در حالی که اختلافی وجود نداره. البته خب ما میدونیم اختلاف وجود داره، در بین هر آدمی هم با شخص دیگری اختلاف وجود داره، اما برای اصولشون مشترکه، هیچ کدومشون در سر تخریب هم دیگه نیست. خاص روی صحبت من اینه، حالا که یک سنگ بنای گذاشته شد، 6 نفر یه توییتی زدن، ما باید حمایت بکنیم که اون تبدیل بشه به 60 نفر و تبدیل بشه به یک اقدام مشترک هم فکری هم عملی. و در این میان اگر من ایمان سلیمانی طرحی رو راه بندازم برای یکی، میخوام او رو جدا کنم از گروه دیگری، در حالی که وکالت اصلا نیاز نبود، بلکه میدونست اگر هم به دنبال وکالت بودید او رو به اون جمع میدادید که بسیار هم میتونست مفید باشه. از نه ایشون ببینید، شما میگین ایشون باید با بقیه کار بکنن، خب اصلا موضوع صحبت ایشونی همین بود که ایشون داشتن ایشون میدادن که چقدر این در بازه. اصلا ایشون داشتن موضوع این صحبت این بود که ایشون با همه میتونن کار، 30 سال ایشون دارن میگن من با همه کار میکنم و یه سه شرط حداقلی دارم. شما میگین ایشون باید اشتراکی کار بکنن با بقیه، به جای اینکه اصلا شما میگین این به جای اینکه ساز خودشو بزنه، اصلا موضوع این بحث این بود که ایشون نمیخواستن ساز خودشونو بزنن، داشتن نگشون میدادن که فقط با چه شرایط حداقلی با هر کسی میتونن کار بکنن. یکی این، یکی همین که من نمیدونم شما میگین این کاری که ایشون کردن باعث تفرقه و اینا شده، من اصلا حرفیش میشه زد که باعث تفرقه نشه. شما آرمین جان، من اصلا نگفتم کار ایشون، گفتم اون طرح وکالت، هر کسی که طرح وکالت رو به راه انداخت، ایشون طرح وکالت راه انداخت، ایشون یه صحبتی کرد بابت وکالت، من اون رو منطقی ندیدم، گفتم نیاز نیست دولت‌های غربی برای گفتگو با یک شخصیت بین المللی، حالا میخواد رهبر انقلاب هم بشه، نیاز به وکالت ندارن. در هیچ انقلابی هم نیاز به وکالت ندارن. ولی آقای رضا پهلوی اونا احتیاج ممکنه نداشته باشن. ولی آقای رضا پهلوی احتیاج داره که بدونه آیا ما میخواهیم. بله بله، ببینید به هیچ عنوان. کسی که رهبر انقلابه سعی میکنه نیروهای خودش رو سازماندهی بکنه. اون وقت خودش متوجه میشه که آیا مردم رو میخوان یا نمیخوان. با وکالت نیست که آرمین جان. ببینید بذار صادقانه به شما بگم، من امروز اگه بگم چند نفر از شماها من رو دوست دارید، دوست دارید پیگیر کارتون باشم، ممکنه هزاران اکانت به من جواب مثبت بدن. اما میدونی کجا مشخص میشه؟ جایی که خیابانه، یعنی آیا افرادی که به خیابان ها میرن هم همونا هستن؟ من این داستان خب چرا بیعت مسلم ابن اجازه بدید، من داستان بیعت مسلم ابن عقیل رو همیشه مثال زدم، جایی که نامه نوشت که آقا 18000 نفر با ما بیعت کردن اما روز کربلا کسی نیامد. ببینید این قابل راستی آزمایی است، اما نه با وکالت، با یک طرح مرحله به مرحله از تجمع مردم، چه در بعد بین المللی و بعد وارد ایران شدن، شبکه سازی کردن، نیرو ساختن، اینا همه قابل راستی آزماییه، که اتفاقا راستی آزماییش هم آرمین جان خیلی بهتر از این شبکه‌های مجازی است که یه اکانت، یه ایمیل، یه چیزی میاد و جواب میده. آقا امیری شما فرض کنید من توی یه نکته هم عرض کنم. بفرمایید. یه نکته هم عرض کنم. چند دقیقه قبل من عرض کردم اپوزیسیون ما یک مشکلات بزرگی داره. و مشکل بزرگ اپوزیسیون ما کینه ها و عداوت های گذشته است. هنوز هم من این کینه ها رو دارم میبینم. یه عده چپولن. یه عده نسل 57 ان. یه عده مصدقی هن، یه عده شاه اللهی هن، یه عده فلان هن. من اشاره کردم
اتحاد بین این گروه ها بسیار سخت، اما اتحاد بین نیروهای جوان اپوزیسیون که اون کینه ها و عداوت ها رو ندارن خیلی آسان تره و از دل این نیروها کسانی که فراحزبی هستن رو راحت تر میشه جمع کرد. من این مسئله رو 2 سال قبل، حالا مخاطبی که نداشتم جلوی من، اما این طرح اصلا خود من به شاهزاده گفته بودم به نوعی در شبکه مجازی، نه رو در رو، ما که افتخار سعادتش رو نداریم، گفتم شما برای اینا سرمایه گذاری بکن، اونایی که هنوز به دنبال کینه های پدری هستن با شما متحد نخواهند شد، درسته، اما شما نیروهای جوان اپوزیسیون رو متحد کن. شما الان در بین شاهزاده نگاه بکنید، دوستانشو خانم مسیح علی نژاد رو میبینید، آیا علی کریمی رو میبینید، نازنین بنیادی رو میبینید، گلشیفتی، اینا همه جوانن، نیروهای جوانن، نیروهای فراحزبین. وقتی آرمین جان من بر روی دشمنان پدری خودم سرمایه گذاری میکنم، آیا باید توقع داشته باشم اونا بلافاصله منو بپذیرن؟ نه، اما باید بر روی سرمایه هایی برنامه ریزی بکنم که ظرفیت و آمادگی کارهای خیلی بزرگتری هم چه بسا دارن. و اتفاقا این کاری که الان داره صورت میگیره به نظرم کار درستی است، یعنی حتی باید شخصیت های فراحزبی که هنوز همون دیدگاه ها رو ندارن اما به کار میان جمع کرد، در کنار هم نشان و کار رو پیش برد. این فرمایش شما درسته، ایشون قبلا خیلی تلاش کرد اما تلاشش اشتباه بود، چون نیاز اشتباه بود، برید. انقلاب زیان اتفاق نیفتاده بود، شرایط درست نبود. سال 96 که همین جریانات بود، سال 98 که بود، قبل از اون هم سرکوب بود، نه به این شکل اقدام، درسته نه به این شکل، نام تجمع حاصل شده، ولی روی صحبت هم میدونی چیست؟ روی صحبت هم اینه که من ایمان سلیمانی وقتی میخوام کار سیاسی بکنم باید ببینم چه کسانی رو میتونم خیلی راحت تر با خودم همراه بکنم. قطعا من آرمین نوابی رو راحت تر میتونم با خودم همراه بکنم تا یک مرجع تقلید رو، درسته؟ خب من ایمان سلیمانی وقتی میخوام کار سیاسی بکنم اول میرم به آرمین پیشنهاد میدم، به فارسانی پیشنهاد میدم، یا اول میرم دم مرجع تقلید رو ببینم؟ اون که اصلا با من دشمنی داره، عداوت داره، من دنبال اون نیستم. پس بیام از نیروهای جوان استفاده کنم، کاری که الان حالا به اجبار هم که شده داره انجام میشه و خوشبختانه من معتقد هستم و در گذشته در 2 سال قبل هم عرض کردم نیروهای جوان اپوزیسیون این توان رو دارن که کنار هم دیگه بنشینن، عداوت ها رو کنار بذارن و از همه مهمتر ارزش های جوانان امروز ایران رو درک کنن. پس اولا اون کینه ها رو ندارن. شما دیدید خانم مسیح علی یک حرفی رو در گذشته جالب بود، گفت آقا من پدر من پدر شما رو با یک انقلاب از کار انداخت، اما امروز ما باید با هم کار بکنیم که اون رژیمی رو که پدر من و به هر حال اومده سر کار بندازیم. این حرف خیلی دقیقی است، یعنی نسلی که در اون کینه نیست، عداوت نیست، هنوز به دنبال این نیست که ببینه مصدق کودتا کرده یا دیگری بر علیهش کودتا کرده. شما این رو دارید؟ من جمهوری خواهانی دیدم که ولکن این داستان نیستن، میگن نه اول تکلیف معلوم. دیروز یک مسئله رو من خواندم خیلی عجیب بود، حالا اسم اون آقا رو نمیارم، از دوستان هست، صحبت میکردن که آقا دیدید و قرار شده از آقای موسوی به هر حال یک دادگاهی تشکیل بدن و فلان، آیا قبل از اون دادگاه نباید تشکیل بشه در مورد رژیم گذشته؟ یعنی اینا هنوز به دنبال این هستن که در برابر مسائلی که در گذشته رخ داده اون تسویه حساب ها رو به رو بیارن، بحث بکنن در موردش تا مجازات. خب اینا باید یه جایی تمام بشه و انسان ها و گروه هایی که ظرفیت این تمام کنندگی رو دارن به نظر من نسل جوانی، هم شجاعت داره، هم ارزش های امروز رو درک میکنه، هم به آینده امیدواره، هم کینه های گذشته رو نداره. به نظر من این جمع بسیار جمع خوبی است، بدون منیت، هرچند گروهایی بخوان سعی بکنن دوباره اختلاف افکنی بکنن که قطعاً چه نظام جمهوری اسلامی و چه دیگران عمدن یا سهواً سعی خواهند کرد این کارو بکنن، ولی وظیفه ما پاسداری از این جمع و نقد و بحث و نظر پیرامون هرچه بهتر شدن این جمع خواهد بود. حالا من امیدوارم منشور هم بیرون بیاد و بحث‌های متعددی شکل بگیره که کمک بکنه به این انقلاب. بفرمایید. من قبل از اینکه نظرمو بگم، من فقط بازم از شما تقاضا میکنم که شما چون یه خودتون یه حقوق‌داد هستین، اگه کاری میشه کرد که شما وارد این نشست بشین، چون به نظر من خیلی
خوب هست برای ما، چون که فعلا خانم شیرین آبادی هم یه مقدار با اسلام ستیزی و اینا مشکل دارن، برای همین فکر کنم اگه شما بتونید اگه کاری بشه کرد که شما هم مشاوره یه همچین گروهی بشین به ما بگین که ما چه فعالیت هایی بکنیم که شما که یه همچین اتفاقی بیفته. یکی این. ولی من آقای رضا پهلوی من فکر نمی کنم تو اون صحبتی که کردن در باره وکالت و اینا هیچ منیتی من از ایشون ندیدم. من اصلا صحبت های ایشون کاملا برعکس 180 درجه فرق داره با کسی که بخواد منمن بکنه. اصلا از همه کمتر ایشون منمن میکنه، از همه اشخاصی که شناخته شدن. ولی حالا شما نکتتون اینه که من مثلا یه گروهی هست که من ممکنه میتونم دو تا کار بکنم، میتونم برم ازشون سوال بکنم که ببینم من نماینده شما هستم، خب و اونا به من بگن آره هستی یا نه، حالا با ابزارهای ناقص یه جوری به من سیگنال بدن چون ابزار بهتری نداریم، یا اینکه من میتونم بیام فراخوان بدم و ببینم چه اتفاقی میفته. خب من نکتم اینه که این یا نیست، اون شخص میتونه دو مرحله این کار انجام بده، لازم نیست اول فراخوان بده ببینه چه اتفاقی میفته، چون اگه اول فراخوان بده و ببینه چقدر اومدن بیرون، این یه سرمایه سیاسیه که خرج شده و سرمایه سیاسی باید خیلی محتاطانه خرج بشه. ایشون میتونه هر دوتا رو انجام بده. شما میگین که روش بهتر اینه که فراخوان بده ببینه چی میشه، که ببینه اعتبار مردمی داره یا نداره. من میگم میتونه اول بپرسه که ببینم من نماینده شما هستم و ببینه چه واکنشی میگیره و بعدش هم فراخوان هم بده. اگه شما میگین اون ابزار دومه راه بهتریه برای اینکه شما اعتبار خودتون رو بسنجین، خب اینکه بپرسین از اینکه من آیا نماینده شما هستم یا نیستم که مانع این نمیشه که شما بعدش هم برای همچین فراخوانی بدین و با یه روش دقیق تر بیان بسنجین که آیا شما نماینده مردم هستید یا نیستی. من فکر میکنم این کمپین وکالت، من وکالت میدهم، باعث شده که منم خیلی قبول دارم که این نشسته خیلی چیز موثری بود، خیلی چیز مفیدی بود. اصلا من فکر میکنم این نشسته یک روز تاریخی هست که همیشه باید یادمون باشه، اینو باید تو تقویممون ثبتش بکنیم. من ولی آقای رضا پهلوی به نظر من به خاطر کمپین من وکالت میدم جایگاهشون تو این نشسته خیلی محکم تر شد اگه این کمپین اتفاق نمیافتاد. آقای رضا پهلوی کسی بودن که خیلی احساس ترس دیکتاتوری و ترس فاشیستی و ترس چه میدونم این که مثلا ژن ایشون برتره و از این حرفای عجیب غریب و یه سنت‌های عقب افتاده بخوان بیان بزنن، خیلی تصور داشتن که ایشون مثلا نماد پادشاهی هستن و نماد یه چیز عقب افتاده هستن. ولی به خاطر این کمپین الان خیلی ویدیوهای قدیمی ایشون در اومده، نظرهای ایشون در اومده، خیلی ایشون بولد شدن، خیلی نسل دهه 90 یا دهه 80 یا الان دارن آشنا میشن که چقدر موزه ایشون چقدر در 30 سال گذشته درست بوده. و الان وقتی که ایشون توی همین اتحادیه توی این نشسته میشینن، توی بغل مسیح نژاد حامد اسماعیلی میشینن، الان با یه آگاهی بیشتری، حالا خیلی شماها میگین ایشون شناخته شده بودن، ولی خب بله برای خیلی شناخته شده بودن، ولی برای خیلی هم ما شناخته شده نبودن، یعنی میشناسن اسم ایشونو میشناسن، ولی مثلا ندیده بودن که ایشون 20 سال پیش حرفایی رو میزدن که الان دارن مردم میزنن. یعنی این یه چیز، این خیلی کلیپ هاش در اومد، ویدیوهاش در اومد به خاطر این کمپین، و این یه چیز یه سود خیلی زیادی داشت به نظر من این کمپین. و اینکه ایشون هم ما دیدیم که ایشون چقدر فروتن هستن که این پیشفرض رو نداشتن که چون محبوبن، چون پسر شاه هستن، ایشون این پیشفرض رو نداشتن که حتما اعتباری دارن که توی این نشست یه جایگاهی داشته باشن و از ما پرسیدن که آیا منو قبول دارید یا نه. این حتی اگه این احتیاجم نبود که ما وکالت بدیم به ایشون، همین که فروتنی ایشون رو می‌بینیم با این همچین اقدامی باعث میشه که اون ترس از این که ایشون فاشیست بخوان باشن و دیکتاتور باشن، کسی که دنبال وکالت می‌گرده قبل از اینکه بیاد برای ما حرف بزنه، احتمال فاشیست شدنش و دیکتاتور شدنش از هر کس دیگه کمتره. بله، من فقط یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید آرمین جان، مسئله حالا این مطلبی که شما فرمودید که به هر حال ایشون شخصیتش متفاوت از خیلی از افرادی که خودشونو منتسب میکنن به ایشون، ما هم بارها اشاره کردیم، ولی مسئله بر سر اینه که اساساً خیلی شرایط محیطی در ایجاد فاشیسم تأثیر داره. یعنی شما ممکنه یک شخصیتی با دیدگاه خاصی نباشید که از دل اون کسی بگه آرمین نوابی مثلا یک مستبد، یک دیکتاتوره، اما یه شرایطی به هم میپیونده و متاسفانه این مشکل رو ایجاد میکنه. در درون یک جامعه برخی از نخبگان اون باید جدای از اون توده ها که احساساتی فکر میکنن یه شرایطی رو رصد بکنن. این کار بسیار مهمی است. ما در سال 57 این کار رو نکردیم و متاسفانه شرایط و فضا فراهم شد برای بسته شدن. ببینید من
وقتی صحبت از انقلاب 57 شد دیکتاتوری خمینی یک شبه نشد، اما فضا ایجاد شد. چگونه؟ شما دیدید ایشان آمد، یه مدتی هم رفت قم، دولت بازرگان بود، اما یه شرایطی از بیرون آمد، حالا گروه های دیگری دخیل بودن، سفارتی رو تسخیر کردن، جنگی رو صدام به راه انداخت، دستور تشکیل سپاه با اون عظمت ایجاد شد که بعداً بازوهای قدرت حزب ارتش و گروه های دیگر شد. یعنی شرایطی دست به دست هم میده که گروه هایی سعی میکنن فضا رو ببندن، و این وظیفه ماست که نگیم چون یک شخص اینجوری نیست پس حتما نزدیکان او، طرفداران او و کسانی که با او هستن هم اینگونه فکر نمی کنن. نه، ببینید آرمین جان، من یک مسئله ساده عرض کنم. همسر ایشون میاد یک توییتی میزنه و درخواست و یا حالا تمایل مرگ میکنه برای سه گروه. خب این با مبانی حقوق بشری آیا تطبیق میکنه؟ این با مبانی یک همسر شخصیت سیاسی دموکرات تطبیق میکنه؟ درسته هر دوشون مسئول کارهای خودشون هستن، ربطی نداره، ولی عرضم اینه که ما نمیتونیم فقط امر سیاسی رو معطوف به یه شخص بدونیم. نه، گاهی شرایط محیطی تأثیر گذاره، شرایط بین المللی تأثیر گذاره، و ما باید سعی کنیم این مواردی که جای نقد داره رو بگیم. ببینید آقای شاهزاده رضا پهلوی خب دیدگاه بسیار خوبی داره، بله، اما گاهی سخنانی میگه که من براشفته میشم. حقیقتش این بحث اسلام ستیزی و دین ستیزی و نمیدونم فلان برای من قابل توجیه نیست و نقد خودم رو هم اشاره میکنم. بله. خب اگر ما سکوت بکنیم، درسته ایشون شخصیتی نیست که شاید مقصودش اون نبود، ولی عده دیگه دارن همین فضا رو ایجاد میکنن، گروه های دیگه این فضا رو ایجاد میکنن، و به نظر من ما باید کمک بکنیم تا آنجایی که مسائل میتونه منحرف بشه منحرف نشه، آنجایی که کلمات مبهم روشن بشه، آنجایی که ارزش‌های واقعی یک انقلاب داره منحرف میشه جلوش رو بگیریم، تا این انقلاب بتونه به بهترین وجه با این همه هزینه‌ای که داره براش پرداخت میشه به بهترین شکلی به پیروزی برسه. ببخشید منم زیاد صحبت کردم، عزیزان دیگری هم هستن. به هر حال نه من فقط یه موافقت کوچیک و یه مخالفت خیلی کوچیک بکنم چون وقتتونم میخوام خیلی نگیرم. بله، ببین ما آقای رضا پهلوی، من هیچ توجیهی برای این صحبت‌های درباره اسلام ستیزی کردن وجود نداره و من به شدت ایشونو، ما چندین اتاق داریم علیه این صحبت ایشون، ما به شدت آقای رضا پهلوی رو قبول داریم و ازشون حمایت هم می‌کنیم، ولی اینکه باید ایشونو نقد بکنیم که کاملا حرف شما درسته، ما نمی‌خوایم ایشونو بوت بکنیم. ما با اینکه به ایشون هم وکالت دادم، ما برنامه‌های بسیار زیادی داریم درباره تصور اشتباه ایشون از آزادی بیان. ایشون خودشون رسما اومدن گفتن که توهین به ادیان با آزادی بیان فرق داره، این خیلی خطرناکه برای کسی که انقدر ما قبولش داریم به عنوان یه چیر لیدر، به عنوان یه مبلغ عقاید لیبرالیسم و سکولاریسم و آزادی بیان، وقتی که میگه توهین به ادیان با آزادی بیان فرق داره، این برای ما زنگ خطره. هیچ کسی کامل نیست و ما این نقد شدید رو از آقای رضا پهلوی داریم به عنوان کسایی که ایشون رو دوست داریم و ایشون رو یک سرمایه ملی میدونیم و خیلی هم دوست داریم و خیلی هم بهشون افتخار میکنیم، یعنی که همچین کسی رو داریم توی که در جبهه ما داره میجنگه. ولی خب نقد، بله حتما نقد بهشون وارده، و کسایی هم که میگن ما نمیفهمیم ایشون منظورشون چی از اسلام ستیزی، هر کلی مثل دارن حرفای ایشون رو مثل تفسیر قرآن دارن سعی میکنن توجیه بکنن، در صورتی که ایشون خیلی واضحه که ما اول فکر میکنیم شاید منظور ایشون از اسلام ستیزی مسلمان ستیزیه و داره از واژه اشتباهی استفاده میکنه و ما خواستیم خیلی گیر ندیم، ولی بعد فهمیدیم که نه، منظورشون همون اسلام ستیزیه. چون توی بحث من و تو هم وقتی اومدن از دین ستیزی صحبت کردن، گفتن ما باید به همه باورها احترام بذاریم، یعنی ایشون هدفشون دفاع از اشخاص، دفاع از مسلمونا نبود، دفاع از دینه، دفاع از باورهاست، و این خیلی نقبریشون وارده که ایشون در دین ستیزی رو یه فرهنگ غلط میدونن و میگن باید از همه باورها، به همه باورها احترام گذاشت. واقعا عجیب غریبه این حرف. آیا ما باید به باورهای نازیستم باید نازیها هم باید بهشون احترام بذاریم؟ برای این نقد کاملا بر ایشون وارده، ولی من این همسر ایشون رو، من اینو نقد رو نمیپذیرم، چون که این نقد فقط بر همسر ایشون وارده نه بر خود ایشون. یه مشکلی که هست به نظر من، نقد به آقای رضا پهلوی خیلی کم
هست که ما مجبوریم انقدر بریم به پدر ایشون و پدر بزرگ ایشون و همسر ایشون. بالاخره ما که مسئولیت همسر من که من مسئول حرفاش نیستم، بالاخره همسر من ایجنسی خودشو داره، مستقل از من، مسئولیت خودشو داره، حرفای خودشو میزنه. من نمیتونم بیام مسئول حرفای زنم باشم. ما دو تا انسان بالغ مستقل هستیم و هر کدومون مسئول کارهای خودمون هستیم. اینا رو نباید نمیشه به هم ربط داد. البته آرمین جان من یه نکته عرض کنم. ببینید ما وقتی صحبت میکنیم از کار سیاسی، و کار سیاسی که فقط به یک شخص مربوط نیست، یعنی شما نیندیشید که فقط شخص آقای شاهزاده رضا پهلوی فردا میخواد رئیس جمهور بشه. نه، خب او نیازمند اینه که وزرای خودش رو هم انتخاب کنه. خب این وزرا رو از کجا انتخاب میکنه؟ با کسانی که یا همحزبی او هستن یا تعلق خاطری به او دارن یا از نزدیکان او هستن. چه بسا بسیاری از این افراد در کارهای خودشون از یه اندیشه هایی استفاده میکنن که الزاماً آقای شاهزاده رضا پهلوی اندیشه رو نداره، اما باید اون تفکر مورد نقد قرار بگیره. شما فضایی رو همین الان در همین شبکه‌های اجتماعی دارید می‌بینید. ما نمیگیم اینها طرفداران شاهزاده هستند و مثل او. نه، ممکنه خیلی هاشون هم افرادی باشن قصد فحاشی دارن به دلیل اینکه اختلاف افکنی بکنن. ولی گاهی شما کسانی رو دارید که از نزدیکان ایشون هستن. در همین یکی دو روز قبل من صحبتایی رو می‌شنیدم. حالا من خودم حضور اون معنای سخنگو نداشتم در اتاق. کسانی که داره حزب هستن، یعنی خودشون رو عضو حزبی میدونن که نزدیک به ایشونه یا به دنبال این هستن که ایشون حالا به عنوان پادشاه حکومت بکنه، ادبیاتی به کار میبرن که وحشتناکه و بعد دفاع هم میکنن. بله. همه روحانیون ممکنه، بله، شما بخواید بگید آقا درسته آقای فلانی آخونده خیلی خوبی بوده است، بله درسته، اما گاهی شما در اون طیف کسانی رو میبینید که اگر نخواهید اونها رو مورد نقد قرار بدید، مورد بررسی قرار بدید، از دل اون هم حتی میتونه فاشیسم هم بیرون بیاد. من اتفاقا گفتم بعد از مسافرتم یه برنامه‌ای دارم در مورد ریشه های فاشیسم که ببینیم مثلا چگونه به وجود آمد. گاهی ما فکر می‌کنیم اینها آدم فضایی بودن که آمدن، یا از کودکی دارای یک تربیت خاصی بودن، یا جامعه اونها این بود. نه، بسیاری از اونها انسان‌های عادی بودند، اما رفته رفته در شرایطی قرار گرفتن که احساس کردن یه رسالتی به عهده اونهاست، یه وظیفه‌ای به عهده اونهاست که در برابر جنایت‌های نزدیکانشون باید سکوت بکنن. حالا من اینها رو بعداً عرض خواهم کرد. یعنی یک شخص رهبری بوده که شخصاً تمایل به جنایت نداشته، اما نزدیکان او، یعنی اونهایی که خب بر فکر او اما امین او هستن، به او القا میکردن که آقا اگر ما این کار رو نکنیم چون این رو چنان میشه، و او هم سکوت میکرد. آرمین جان قرار نیست فقط شاهزاده همه کارهای مملکت رو برسه، که نزدیکانیشون اهمیت دارن، هم طیفان فکریشون اهمیت دارن، و به نظر من ما وقتی وارد کار سیاسی میشیم باید بدونیم خیلی از جنایت هایی که رخ داده حاصل کار اون رهبر نبوده، حاصل کار همون کسانی است که میگن آقا تو سکوت بکن، وگرنه اینها میخوان مملکت رو از تو بگیرن. و رفتاری که ما داریم میکنیم برای یک هدف بزرگتری است، برای خیر بزرگتری است. اینا میتونه به نظر من مشکل ساز باشه. دقیقاً منم قبول دارم که اون اشخاص رو باید نقد بکنیم. من فقط دارم میگم نقد اون اشخاص رو نسبت به خود آقای رضا پهلوی ندیم. آقای رضا پهلوی رو به خاطر کار خودش نقد بکنیم، اون همسرشون هم به خاطر نمیگم نقدش نکنیم، میتونیم نقدشون بکنیم، ولی نسبتش ندیم با آقای رضا پهلوی به خاطر اینکه اینا دو تا شخص مختلف هستن، مستقل هستن. اینکه نقد بکنیم که حتما باید نقد بکنیم. بله ببینید من همیشه عرض کردم ما گاهی وقتی نقد میکنیم، خود من بارها اشاره کردم که آقای شاهزاده انسان دموکراتی است، اهل فحاشی هم نیست، اما خیلی از همطیفان فکری او هستن، نه انسان دموکراتی هستن، از ادبیات بدی هم استفاده میکنن، ولی من هیچ وقت اونها نمی‌نویسم. اما نسبت به رفتار گروه هم بی تفاوت نیستم، برای اینکه یک توجهی تنبؤی بدیم که جامعه ممکنه با این تفکر به سمت و سویی بره که دوباره از دل اون شما با یک حکومت استبدادی روبرو بشید. وگرنه بله کاملا در مورد شخص ایشون ما حرف خاصی نیست، برخی دیدگاه ایشون هست که مورد نقده، اما از نظر شخصیتی انسان موجهی است.
این مسئله نیستش که ما اختلافی داشته باشیم. آیا قبل از اینکه برید، آیا حاضر هست؟ نه یه لحظه نره، بس اگه حاضر هستین یه اتاق بذاریم درباره صحبت آقای رضا پهلوی درباره اسلام ستیزی و دین ستیزی، چون ما این نقد رو به شدت به خود آقای رضا پهلوی داریم، دوست داشتیم اگه یه روزی میل دارین ما بیایم نظر شما رو درباره این حرفایی که آقای رضا پهلوی درباره اسلام ستیزی و دین ستیزی و آزادی بیان می‌زنن بشنویم. بله آرمین جان، حتما من با کمال میل در خدمت شما هستم، هرچند من خودم این دغدغه رو منتقل کردم و حالا منتظر هستیم که حداقل دیگه این بحث‌ها کمتر بشه یا در موردش سخنانی گفته نشه، ولی حتما برای روشن شدن این مسئله که واقعا این مسئله ایست که همیشه نه فقط ایشون بلکه گروه‌های دیگه هم همین کار رو میکنن، یعنی در صدد این هستن که حالا چه کسانی که دیندارن یا کسانی که نیروهای سیاسی هستن برای منافع خودشون احساس میکنن که نیاز به اتحاد با یه سری گروه ها دارن و برای اون اتحاد سعی میکنن برگردن و اشاره بکنن که نقد دین مثلا مواجه و مساوی است مثلا با دین ستیزی، با اسلام ستیزی و اینها بهتره که فعلا انجام نشه. بله من در خدمت شما هستم، هرچند خدمت عزیزانم اشاره کنم که این دلمشغولی رو منتقل کردیم، امیدواریم که در آینده بشه حداقل از این واژگان کمتر بشه. در خدمت شما هستم. واقعا ممنون از شما، واقعا باصف خواه. بگو مرتی. من فقط تشکر کنم از آقای امیری که واقعا ممنون که وقت گذاشتین اومدین، باعث افتخار بود که اومدین تو اتاق. آره منم در همین راستا. نه خواهش من انجام وظیفه است، فقط چون من در مسافرت هم احتمالاً هم صدای پس زمینه اذیتتون میکنه، برای همین بود که نخواستم مزاحم شما بشم. نه بسیار استفاده کردیم. اصلا من دو تا اتفاق خوب افتاد، یعنی یکی این که برای من به عنوان یک شنونده همین که دیشب حامد اسماعیلی اون کنار رضا پهلوی دیدم و همین که امروز دوباره استاد سلیمانی رو توی جمهوری خودمون کنار آرمین دیدم، یعنی واقعا لذت بردم، خیلی هم خوشحال شدم استاد که تشریف آوردین. میگم فارغ از اختلاف نظرها و نقدا، این خیلی خوبه که اینا رو حالا اگر اختلافی هم بوده در گذشته کنار بذاریم و در دست هم در مقابل یک دشمن قرار بگیریم، چون واقعا یعنی وقتی که شما تشریف می آوردید جمهوری بی خدایان، یعنی خود آرمین جان هم اینجا هست فکر میکنم یادشه، برنامه های انگلیسی که آرمین داشت می دیدم استفاده میکنه در چیزایی که شما از تاریخ اسلام می فرمودید در برنامه های فارسی، و اینو در برنامه انگلیسی هم اشاره میکرد و اینو به جهانیان و غیر ایرانیان و غیر فارسی زبانان هم این تاریخ اسلام و خیلی نکاتشو اشاره میکرد و باعث میشد بیشتر چه ایرانی ها چه دیگران بدونن از چیزایی از تاریخ اسلام که متاسفانه برای ما گفته نشده. من میگم واقعا خیلی نکته مثبتی، امیدوارم فتح بابی بشه که دوباره شما را در جمهوری به خدایان داشته باشیم. استاد سلیمانی بزرگواری شما، من هم خب به هر حال همیشه سعی کردم وظیفه خودم رو انجام بدم. من در این حدودا یکی دو هفته با اینکه با بعضی از دوستان اختلاف داشتم ولی دیدم یه هجمه‌ای بر علیه بعضی از عزیزان بود که حالا آی کاوه آزاد و دیگران رو هم به باد فحاشی گرفتند و که اینها این گونند آن گونه، با اینکه خب حالا ما اختلاف نظر داریم در برخی جنبه‌ها، اما برای اینکه حمایت کنم از اونها در اتاق اونها هم حاضر شدم، البته نه به عنوان سخنران ولی به عنوان شنونده که در کنار اونها باشم. و این رو عرض میکنم که ما هر اندازه که اختلاف داشته باشیم اما اصولی داریم و اون اصول این است که باید به حقوق انسان‌ها به خصوص کسانی که همیشه در طول این سال‌ها مورد تضییع قرار گرفتن، حذف شدن، احترام گذاشت. حتی اگر هم نخواهیم گفتگو بکنیم در اون اتاق، اما به عنوان شنونده باشیم در کنارشون، ازشون حمایت بکنیم و در برابر کسانی که در صدد حذف این افراد هستن که واقعا با همه خطرات و مشکلات کار میکنن، یک نسلی رو ایجاد بکنیم که بتونه بیاندیشه، فکر بکنه و از اون اتوریته‌های کاذب بیرون آمده باشه. ممنونم از شما بزرگواران و سروران عزیز. ممنون از شما، واقعا استفاده کردیم. اوکی فرست هستی مدیریت کن، من نمیدونم همه نکاتو اگه کسی دیگه ای هست، چون من یه چیز دیگه میخواستم بگم درباره حرف آقای رضا پهلوی توی این نشست، ولی اگه کسی دیگه فعلا هست که صحبت بکنه الان حرفای آخری رو بزنن تا من نکته آخری رو بگم. میکروفون میزنن. بگو آزاد بفرمایید. آزاد
نه ببخش عرض کردم دکتر بابک میکروفون میزنن. آه دکتر بابک بفرمه خانم. خانم دکتر بابک بفرمه. خوش میکنم. ممنونم. من خوشحالم که در کنار همدیگه هستیم. ببینید ایمان جان، من از شما انتقادی که دارم اینه که خوشحالم از اینه که الان مثبت دارید نگاه میکنید، ولی واقعا در اتاقاتون وقتی که توید و حذف وکالت اومد، حذف وکالت نامه رو میزدید در صورتی که اصلا نامه‌ای وجود نداشت و خیلی با حال روز خیلی متفاوتی برای من تخریب بود، صادقانه بگم. من برای اینکه من با هیچ کس مباشات ندارم، من سعی میکنم بدون تعصب صحبت کنم و نگاه کنم و این خیلی تأسف آور بود. تو این شرایط خیلی خیلی سخت برای من خیلی تأسف آور بود. قبلا هم که منو آنفالو کردید، بعد فالو کردید، دوباره منو آنفالو کردید. نمیدونم چرا. قبلا هم ازتون خواهش کردم که لطفا حقتون هست، ولی دلیل این که منو آنفالو کردید لطفا به من بگوید که اصلا اهمیت نمیدید که بگید. اینا مسائل خیلی جدیه ایمان جان. ما باید از موزه بالا به پایین به کسی نگاه نکنیم. خیلی وقتا صحبت ما میتونه متوازانه باشه، در صورتی که از درونمون ممکنه، من خودمو دارم که ممکنه که توازنی ندارم، اما فرصت الان، زمانیست که من باید الان توازن از خودم نشون بدم، صحبتم رو اینجوری کنم، تون صدام رو اینجوری کنم. اینا دیگه بازی هاییست که من خودمو دارم میگم، الان فکر نکنید کلی دارم میگم و خودمو دارم میگم. و ممکنه که یعنی خیلی راحت میتونم با کلمات بازی بکنم، خیلی راحت میتونم مغلطه و سفسطه کنم، خیلی راحت میتونم بپیچونم، اگر که بلد هستم میتونم خیلی راحت بپیچونم. اینا به نظر من از صداقت بر نمیاد و اینجاست که ما باید خیلی دقت کنیم تو این شرایط. بله، در مورد دین ستیزیشون صحبت کردن که باید در موردش نقد بشه، ولی نه دوباره شما نبودید، در حال شدن بودید، پایین بودید، نمیتونم. فرق بسیار زیادی است بین نقد خصمانه و نقد دوستانه. شما وقتی گفتید، من چیزی که خیلی از شما ناراحت شدم این بود که گفتید که من ایمان سلیمانی فردا میخوام برم تلویزیون بزنم، گروه درست کنم در ایران، اگه 5 سال دیگه هم طول بکشه هیچ اشکالی نداره، باید طول بکشد. در صورتی که هر ساعتی که از این جمهوری اسلامی داره میگذره، ایران ما ویرانتر و مردم ما دارن ویرانتر و بیچاره تر میشن و میدونیم که سرزمین ما به چه وضعی رسید از نظر جغرافیایی، از همه نظر، از آب و از هر چیزی که بگیم. وقتی که شما اینچنین صحبت میکنی که یعنی من از یک ملت بزرگتره، خواسته من از یک ملت بزرگتره، اینجاست که اون وقت من تمام تن و وجودم میلرزه، چون ما از منیت داریم، از کسی که اینقدر انتقاد ازش شد که منیت داشت نباید داشته باشه، چرا میگه وکالت، چرا میگه این، همش باید باهاش بازی کنیم که چرا این کلمه رو گفت، چرا آن کلمه رو گفت. در صورتی که امکان داره ما به خودمون نگاه نکنیم که خود ما چقدر از درونمون منیت و قلدری و دیکتاتوری هست یا چقدر تحقیر هست. ببینید یادمه که در اتاقتون گفتید که بره همون ملغش رو بزنه و بره همون باربکیوش رو درست کنه. آقای ایمان سلیمانی، ما بالای 30 سال در اروپا زندگی میکنم. کسان ما هایی که در خارج از کشور زندگی میکنیم، بزرگترین رئیس جمهور آمریکا بود، اروپا و همه جا در خانه خودشون به انگلیسی میگن different hat دارن. یعنی در خانه خودش باید پدر یا مادر باشه، در کنار دوستاش روست و رفیقه، وقتی که رئیس جمهور و پادشاه است باید پادشاه باشه، حالا از هر موقعیتی که هست. دیفرنت هات خیلی مهمه و اگر کسی فرض شخصیتی رئیس جمهوری اگر که میرقصه بازنش و به قول شما ملق میزنه هر کاری که میکنه، برای دنیای غرب این چیز عجیب غریبی نیست، اتفاقا خیلی نشون میده که چقدر خودشه. جستای گذشته قدیمی، جست پادشاهی بگیرم، جست ریاست جمهوری بگیرم، گذشته. ما در قرن 21 زندگی میکنیم. این تحقیر نیست اتفاقا، این یک افتخاره که یک فردی با تواضع خودش میتونه قشنگ نشون بده که قضا میپزه تو خونه برای زنش، هر کاری که مردم عادی میکنن برای اینکه من عادیم، منم یک فردی مثل شما هستم. ولی وقتی که ما بخوایم این چنین بخوایم این مسائل رو بزرگش بکنیم و به صورت تخریب و تمسخر نگاه کنیم بهش و در بیانش بکنیم، من فکر میکنم که این از نقد سازنده نمیاد، این از نقد خصومت میاد.
و خوشحالم امروز امشب خیلی خیلی خوشحالم که لااقل در مورد این مسئله این نشست شما پوزیتیو نگاه کردید و مثبت بودید، ولی دلگیر بودم واقعا، نه به خاطر شخص رضا پهلوی. شما خودت میدونی که من خدا، خدا کیه، پیغمبر و محمد و حسن و حسین کیه، اینا بارها تو اتاق خود شما گفتم بعد دادگاهی بشن، الله و محمد بعد روزی دادگاهی بشه، هیچ کس برای من مقدس نیست. اما برهه و زمان بسیار حساس در این لحظاتی که ما داریم میگذرونیم. جامعه جهانی برای اولین بار به ما نگاه کرده و شخصیتی مهمتر از این فرد و همتون همه میدونن که هیچ کس وزنه ایشون نداشته. اتفاقا این وکالت، درسته که خیلی شما همه اکثرا خیلی انتقاد کردید از چپ ها و من که نه چپم و نه راستم خوشبختانه، خیلی انتقاد کردید، اما اتفاقا از یک جهت دیگه وقتی نگاه میکنیم میبینیم وزنه اون اتفاقا سنگین تر شد، یعنی به نفع شد. تمام این حمله هایی که بهش شد ما میبینیم که اوضاع خیلی متفاوت تر شد و اون توییتی که این همه تخریب شد در موردش و بعد وکالت تخریب بیشتر، ما میبینیم که خوشبختانه اینا به جای 4 نفر 5 نفر 8 نفر شدن و این نشون میده که مسئله وکالت که صحرای کربلا شد و مسئله توییت اوضاع رو نه تنها خرابتر نکرد بلکه بهترش کرد از یه جهاتی. حال امیدوارم عزیزان اتنیک هم با یک دیدگاه دیگری نگاه کنن و ما بتونیم در کنار هم از همدیگه بیاموزیم، صحبت بکنیم و نه شمشیر به روی همدیگه بکشیم و اگر نقدی هم میکنیم حواسمون به تون صدامون و نقدمون باشه و سعی کنیم که برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن. ممنونم که شنیدید. مرسی. جناب فرسانی بفرم. آقای امیری مایک باز کردن، سلیمان امیری مایک باز کردن اگه میخواستن جواب بدن. چون که بله بله، من یه دو سه نکته عرض کنم خدمت خانم دکتر بابک عزیز. ببینید، من هیچ وقت اشاره نکردم که خواسته من از یک ملت بزرگتره. من برای خواسته خودم ارزشی قائلم، آزادی بیان حق من. اگر 8 میلیارد انسان بخوان اون رو از من بگیرن و من در برابرش نیستم، مبارزه میکنم. شما نمیتوانید به من بگید چون 8 میلیارد انسان یک اعتقادی رو دارن شما سکوت بکنید. این طبیعی است که من از یک انسانی سوال بپرسم که منظور شما از اسلام ستیزی چیه، منظور شما از دین ستیزی چیه. اگه من ایمان سلیمانی فردا بخوام رسانه‌ای داشته باشم، روزنامه‌ای داشته باشم، آیا شما میخواهید به بهانه اسلام ستیزی دهان من رو ببندید؟ حرف شما خیلی خطرناکه خانم دکتر بابک. این که خواست ملتی این است حتی سکوت بکن، این اشتباس. شما الان میفرمایید خواست یک ملت، خواست یک ملت چیه؟ اگر فقط یک شخصه و اون شخص هم اعتقاد داره که اسلام ستیزی نباید باشد، دین ستیزی نباید باشد و اون حدود و ثغور رو معلوم نکنه، و من در برابر اون میستم. برای من چه تفاوتی در این بخش بین او و خمینی هست؟ او هم میگه نقد اسلام نکن. حالا ممکنه در جنبه‌های دیگه تفاوت باشه، بله ایشون آدم خیلی خوبی هم هست. یک رئیس جمهور وقتی مصاحبه 2 ساعته داره، همه بخشاش برای همه مردم نیست، ممکنه چند ثانیهش برای یک مردم اهمیت داشته باشه و اون بخشی که برای من اهمیت داره اینه که آن کسی که من میخوام از او حمایت بکنم چه اندازه به باورها و ارزشهای من معتقده. از این خواسته من نیست، خواسته یک ملت هم در همین راستاست، خود آزاد باشه. آنچه که شما فرمودید بحث وکالت تخریبه، خب مصداقش رو ارائه بکنید، تخریبش در کجاست؟ طبیعیه که من نگاه مؤمنانه ندارم. نگاه مؤمنانه یعنی این که اگر ایشون بگه بله اتحاد، همه میگیم اتحاد خوبه. فردا ایشون بگه من تنهایی میرم، بازم میگیم بله ببینید ایشون تنهایی داره میره خوبه. هر کسی مخالفه عقده‌ایه، روانپریشه و این رو به همه نسبت بده و بگه بعد بگه که بله من چون روانشناس هستم تحلیل روانی میکنم، کسانی که مخالف ایشون هستن عقده‌ای هستن، روانی هستن، فلان هستن، این هستن. آن بحث پشتکی که شما دارید بهش اشاره میکنی، بحثی رخ داد. نقد من بر ایشان این بود که ایشان گفتمان ایجاد نکرد.
خانمی اومد و گفت بخوام اگه گفتمان باید در عرصه عمومی باشه، گفتم پس کجاست؟ در عرصه خصوصیه، جایی که کباب درست میکنن، جایی که پشتک میزنن. نه اینکه ایشون حق این کارا رو نداره، نه، من ایمان سلیمانی حق دارم زندگی شخصی خودم رو داشته باشم، اما گفتمان رو وقتی من دارم میگم اینه باید در عرصه عمومی رو ایجاد بکنم. گفتمان که در عرصه خصوصی رخ نمیده که. نظر من میاد در عرصه جامعه، حالا در قالب انجمنها، احزاب، رسانه ها، بعد دیگران مخالفت میکنن، من دفاع میکنم، دلیل میآورم، ما به این میگیم گفتمان، و بعد یک شکلی از دلایل کنار همدیگه قرار میگیره که نظر من رو مثلا موجه میکنه، گفتمان من غالب میشه. گفتمان که در عرصه خصوصی نیست. اون خانم بلد نبود. گفتم خب بس دو جنبه که بیشتر نداریم. آیا من ایمان سلیمانی وقتی جای نشستم دارم شام صرف میکنم، دارم گفتمان ایجاد میکنم؟ نه. خوبه که من شام خوردن خودم رو هم با دیگران به اشتراک بگذارم، بوسیدن فرزند خودم رو به اشتراک بگذارم، اما به عنوان یک انسانی که در زمین روشنگری فعالیت میکنه باید کار دیگری هم در عرصه اجتماعی انجام بدم. اما شما اون بخش نهاییش رو گرفتید، اون بخش اصلی رو که نقد اساسی من بود و واگذاشتید. خب اینها مهمه، طبیعیه که من با موج نباشم. اگر روزی از همان توییت استقبال کردم، روز دیگر وقتی انحرافی از نظر خودم دیدم برگردم و بگم آقا این انحراف، و روز دیگر وقتی ببینم باز اون جمع دور هم جمع شدن حمایت بکنم. اما ما عادت کردیم هر کجا که به نفعمونه میشه نقد خیلی خوب قوی منصفانه، هر کجا که به ضررمونه میشه تخریب، مباهته، توهین به افراد. در مورد مسئله وکالت من سه نقد وارد کردم، یه نقد شکلی بود، یک نقد محتوایی بود، یک نقد عملگرایی و کارایی بود. خب بفرمایید کدوم بخشش شما نقد دادید؟ هر کدومش رو دارید ما خوشحال میشیم بشنوید. اما در این فضا چه کردن؟ جز فحاشی کردن، جز بهتان زدن، جز انواع اقسام اتهامات زدن. ممنونم از شما بزرگواران و دوستان عزیز. اگر امری نیست که من برم پایین بشنونده فرمایشات بزرگواران. میتونید در بچه برید پایین آقای سلیمانی. شما همین الان از زبان من دروغ گفتید. دقت کنید مغلطه و سفسطه کردید. به من گفتید که من میگم به کسانی که طرفدار بودن رو بابک جمع گله گذاری ها رو مارتین جمع. مارتین وارد نشو لطفاً، اصلا وارد نشو. مارتین عزیزم ایشون عزیز من الان به من گفتن که من گفتم هر کس طرفدار ایشون نیست روان پریشه، و بعد گفتم به عنوان روانشناس من اینچه آقای ایمان سلیمانی من واقعا متاسفم از شما. من کجا به شما و یا هر فرد دیگری اسم آوردم گفتم یا این جمله رو گفتم که هر کسی به شاهزاده رضا پهلوی اگر رأی نده یا اینکه همراهش نباشه روان پریشه؟ شما نگاه کنید چه مغلطه و سفسطه از جلوی 800 نفر الان کردید از زبان من. من هرگز، هیچ کس برای من مقدس نیست آقای ایمان سلیمانی. من همیشه شما رو از شما دفاع کردم، همیشه پشتتون بودم، همیشه حمایتتون کردم. چرا؟ به خاطر اینکه نقد دین میکردید، حتی در مورد نقد سیاسی، حتی در مورد نقد سیاسی وقتی صحبت میکردید در مورد مسائل سیاسی در روم خودتون ازتون دفاع کردم و تجلیل کردم ازتون. ولی زمانی که و در صحبت دیگه آخر صحبتتون دوباره یک مغلطه دیگری بود که برگشتید گفتید که هر جا که به نفعت نیست. به نفع من؟ من کیستم آقای سلیمانی؟ من هر چی که بزرگتر شدم، یعنی از نظر موقعیت اجتماعی، باور کنید احتیاج نداره شما باور کنید، اصلا احتیاج نداره این کلمه رو استفاده بکنم، هر چی من بزرگتر بشم از نظر اجتماعی خودم رو خوارتر، خودم رو کوچکتر و خودم رو نادانتر میبینم. برای اینکه انسان هر چی میداند تازه میفهمد که چقدر نمیداند. و شما الان گفتید که هر وقت به نفعت نیست، به نفع من، من هیچ کس نیستم در این برهه زمانی. ملت ایران کس هستن؟ فرد فرد ملت ایران که زیر خروارها خاک و یک ملت خاور میانه دادخواه کس هستن. من و شما هیچ کس نیستیم آقای ایمان سلیمانی. ما نباید برای خودمون، معلومه که نقد دین ما خودمون داریم نقد دین میکنیم. من پیغمبر و محمد و مگه در اتاق
خلیج فارس و در یکی از اتاقای شما مگه تحلیل روانشناسی نکردم خود محمد رو چگونه به از نظر جنسی حتی چیکار کردم با محمد؟ من یه همچین فرضی هستم آقای ایمان سلیمانی؟ بعد بیام از من حرف بزنم؟ من کیم در مقابل این انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب مهسا امینی؟ من نباید باشیم آقای ایمان سلیمانی. ما باید نفت کنیم، ما باید برای فردای خودمون و امروز خودمون حق خودمون رو از یادمون نبریم بدون شک. اما نقد داریم تا نقد، به اضافه اینه که 5 سال بگذره، کجا 5 سال بگذره دیگه چیزی از ایران نمونه که شما بخوای نقد بکنی. معلومه که باید با آقای رضا پهلوی در مورد دین ستیزی صحبت بشه باهاش. به اضافه اینه که یک تاکتیک بود به نظر من، از نظر سیاسی یک تاکتیک بود که بتونه از درون ریزش بکنه و بخش خاکستری خانواده های سپاه پاسداران و بیت رهبری بتونن زودتر ریزش بکنن، چون اینا وحشت زده هستن مثل خلخالی نشه، مثل زمان 57 نشه با خودشون و با خانواده هاشون. به هر حال اگر که شما از دیدگاه سیاسی هم نگاه میکنید، باید نگاه کنید که یک فرد بتونه تاکتیک های سیاسی هم باشه این قضیه. اما بدون شک ما باید متوجهشون بکنیم که نقد دین، و اصلا من دلیل اینه که از من و تو بعد از 8 سال و نیم اومدم بیرون به خاطر اینکه در مورد آیا به همه عقاید باید احترام بگذاریم، چون سانسور شدم اومدم بیرون. 3 سال پیش آقای ایمان سلیمانی، من شما خودت میدونی که چقدر من بر علیه نه نقد اسلام، نقد هر دین ابراهیمی و هر دیکتاتوری هستم. خودتون منو با حتما دیگه آشنا شدین با من. بعد الان 2 تا اتهام به من زدید. آیا این صادقانه است؟ آیا این فیره به قول انگلیسی ها؟ من هیچ کس نیستم. من و ما هیچ کس نیستیم که این برنشستیم. اونایی که در داخل کشور نان ندارن رو سفرشون، سرما داره میکشتشون، هیچی ندارن دیگه از خودشون و هیچ امیدی هم از ما اگر نداشته باشن دیگه چی ازشون میمونه؟ ما باید پشتشون باشیم، قدرت داشته باشیم، قدرت نشون بدیم بهشون، در کنارشون همبستگی رو بهشون نشون بدیم که ما در تظاهرات شرکت بکنیم، در کنار شما، پشت شما، صدای شما هستیم، نه اینکه دائما این حزب اون حزب رو بزنه، اون حزب این حزب رو بزنه و مردم ما زیر دست آدم خورا دارن له و لورد سر و لورد سر میشه. ممنون. بله ببینید خانم دکتر بابک، مشکل از ما نیست. کسی که اشاره میکنه ماندن جمهوری اسلامی بهتر از این است که اسلام ستیزی بشه، شاهزاده رضا پهلوی است. ایشان میگه آقا اگر قراره افرادی بیان اسلام ستیزی بکنن، همین جمهوری اسلامی بمانه بهتره. حالا اینکه عده‌ای گفتن چند سال زمان ببره که یک انقلاب موفق داشته باشیم، شما مقایسه بکنید با کسی که میگه جمهوری اسلامی بمانه بهتر از اینه که افرادی مثل سلیمانی امیری ها دیگران بخوان اسلام ستیزی بکنن، نقد دین بکنن یا انواع و اقسام اینها. پس این ایراد اول متوجه کسانی است که شما دارید از اون دفاع میکنید. نکته دیگر، بحث من فقط شخص شما نیست خانم دکتر بابک عزیز، اینکه شما مبارزه میکنید، آگاهی رسانی میکنید، اون در جای خودش، اما گاهی هم احکام کلی صادر میکنید که سبب رنجیده شدن دیگران میشه. این طبیعی است. وقتی شما صحبت میکنید نقد داریم تا نقد، به من یاد بدید اون نقدی که شما نقد میدونید چیست و اون نقدی که شما نقد نمیدانید چیست. الان اشاره کردید تخریب، خب بفرمایید ما کجا رو تخریب کردیم؟ و وقتی ما اینها رو نداریم و می نشینیم، حالا نه منظورم شما، خیلی ها شروع می کنن به انواع و اقسام فحاشی ها، بهتان زدن ها و فلان، خب دیگه راه گفتگو وجود نداره، راه تعامل وجود نداره. من که منکر زحمات شما نیستم، جناب نوابی در یه حوزه زحمت می کشه، فارسانی در حوزه دیگه زحمت می کشه، کاری نداری مثلا. بله هر کسی در یه حوزه زحمت می کشه، خدماتش هم قابل تقدیر، ولی در یه حوزه ما نظری داریم، حالا ممکنه شما خوشتون نیاد. حالا اگر نیاز هست اون فایل های صوتی که ما شنیدیم، حالا شما میگید گوشت مشکل داره، خب باش اشکالی نداره.
ولی نیومدیم که کسانی که مخالف خودمون هستن رو متهم بکنیم به انواع و اقسام مشکلات نمیدونم خاص. تمام صحبت من اینه که فضای مجازی متاسفانه تبدیل شده به یک محلی که در اون هر کسی سعی میکنه یک جریانی رو هدایت بکنه. البته حقش هم هست، این حق اظهار نظر برای همه هست، اما نگاه ما از بالا به پایین یا نگاه تو از پایین به بالایه، اینها برای من حداقل معیار نیست. هیچ اشکالی نداره که از بالا به پایین نگاه بکنه، برای من ارائه دلیل مهمه. دلیل کسی که قویه خیلی خوب، برای همین من نه از کسی ناراحتی دارم. شما دیدید من اومدم اصلا نه با این بحثا رو مطرح کردم، نه چون برای من اصلا این بحثا خیلی وقت حل شده، خیلی وقت حل شده، هیچ وقت هم نه بر علیه کسی فحاشی میکنم و نمیدونم انواع اقسام، مهم نیست. من مطالب خودم رو ارائه میکنم، اگه کسی دوست داشت بشنوه، اگه کسی دوست نداشت خب رو نقد کنه. در همین فضای کلاپوس من کم نقد کردم، حالا برخیش رو من اظهار نظر میدونم، نقد نمیدونم. اظهار نظر آزاد، چون نقد نیازمند یه آگاهیه. شما زمانی میتونید یه مسئله رو نقد کنی که دارای دانش باشه در حوزه خاصی، حالا اون حوزه مورد نظر. نقد نیازمند تخصص، اما اظهار نظر آزاده، هر کسی میتونه اظهار نظری داشته باشه. بنابراین من خیلی خوشحالم شما بزرگواران یا دیگران از یک طیفی، از یک فکری، از یک گروهی حمایت بکنید، ولی اجازه بدید دیگران هم حرف بزنن. حالا منظورم باز شما نیستید، نگید به من دارید بگید، نه من کلی صحبت میکنم، من در اتاق خودم دارم صحبت میکنم. آقای اومده میگه آقای سلیمانی 10 دقیقه شما دارید صحبت میکنید، یعنی حتی تو اتاق خود من اجازه نمیدن من بیشتر صحبت کنم. چرا؟ چون حرفای من براشون خوشایند نیست، بعد میرن ناراحت هم میشن، فلانی نگاهش اینجوریه، فلانی نگاهش اونجوریه. توی این مدت هم واقعا سعی کردم که این فاصله بگیرم از بحث و جدل و به دنبال چیزهای دیگه گشتن، چون ما دو نوع مؤمن داریم، یه مؤمنای دینی داریم، یه ده مؤمنای سیاسی هم داریم. مؤمن دینی کسی است که ایمانش خیلی قویه، دنبال دلیل زیاد نمیگرده. مؤمن سیاسی هم داریم، او هم نوع خاصی از اعتقاداتو داره، به دنبال دلیل نمیگرده. به همین دلیل نه من از شما ناراحتم، نه از دیگران ناراحتم. شما حق اظهار نظر رو دارید، اما این حق رو هم برای دیگران قائل بشید که نقطه نظر خودشون رو داشته باشن. من وقتی میگم گفتمان در خانه خصوصی شکل نمیگیره، این بحث من رو تخریب نذارید، چون براش دلیل میارم. میگم گفتمان یعنی آن چیزی که در صحیح عمومیه. من ایمان سلیمانی اگر فقط زندگی شخصیمو نشون بدم، این گفتمان نیست. به حال ممنونم از لطف یکایی شما بزرگواران. ایمان جان یه لحظه من فقط اینو بگم لطفا. آرمین جان این مسئله ببینید ایمان جان، اولا که من تو اتاق آقای جلال ایجادی من صحبت کردم و صدام هست در مورد این مسئله که ما باید تخریب نکنیم. به اضافه اینی که 12 سال پیش به فرض رضا پهلوی صحبتی رو کرده، صحبت اینم بود ما آریایی نیستیم، عرب نمی‌پرستیم. آقای سلیمانی، ما که در خارج از کشور هستیم، نژاد پرستی رو به ما آموختند که این نژاد پرستی مسئله بسیار جدی و حساس تاریخی است که میلیون ها میلیون مردم کشته شدن به خاطرش. وقتی میگن ما، بعد میگفتن ما آریایی هستیم، اسلام نمی‌پرستیم. اگه این شعار این چنین بود هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، ولی زمانی که میگن عرب نمی‌پرستیم، ما چند میلیون عرب فقط در داخل کشور خودمون داریم، به اضافه این همه عرب که خودشون قربانی اسلام هستن. وقتی که میگه، وقتی در آن زمان این چنین صحبت کرد، به خاطر اینکه جنگ بین عرب و به فرض فارس
برای جنگ این نژاد پرستی بیچاره کرده کشور ما رو. و همین دلیل باید از این شما از اون دیدگاه نگاه میکنید. بنده از این دیدگاه نقدم نه، هر کسی که تخصص داره احتیاج نیست نقد بکنه در هر موردی. هر کسی میتونه اظهار نظر بکنه به اندازه سواد خودش هم بتونه نقد بکنه. اینم نمیتونیم اینقدر تفکیک بکنیم در موردش. پس تحلیل وقتی ما میخوایم بکنیم، من دیدگاهم در مورد صحبت ایشون در مورد ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم اینه. تحلیل شما در این مورد اینه که این به چه حقی گفته این چنین صحبت کرده و تحلیل کاملا متضاد داره میده و دائما و تاریخ. ببینید آقای ایمان سلیمانی، ایمان جان، بعد پسا مهسا مردم خیلی تغییر کرد، حتی تا قبل از مهسا هم انقلاب زندگی آزادی مردم تا این درجه نتونسته بودن متوجه فضاحت و جنایت خمینی و دار و دسته خامنه ای بشن. ببینید به چشمای دختران ما، چشمای دختران پسران ما رو نشانه گرفتن، کورشون کردن. اینا میان کردن که افتخار یک انقلاب. وقتی که ما با یک همچین رژیمی طرف هستیم، انسان‌ها قابل تغییرن، انسان‌ها تغییر کردن. وقتی که از شما نقد می‌کردیم که تاریخو بگه، شما میگفتین چه ربطی داره رضا پهلوی همچین حرفی رو اون زمان زده. خب وقتی که شما اجازه نمیدید که به خودتون وقتی دارید نقد میکنید که متخصص هم میتونید خودتون و هستید در بعضی از موارد، وقتی این مغلطه و سفسطه میشه. برای اینکه در یک تاریخی خود شما یه فکر دیگری داشتید، من یه فکر دیگری داشتم، دیگری فکر دیگری داشت. انسان در حال تغییره. انسان اگر مرداب بشه تفکرش، وای به حال انسان. اون وقت میشه یک انسان متعصب که در مرداب خودش گیر کرده. انسان اگر خشکشویی روان نکنه، انسان نمیتونه اون وقت به خودش بگه یک انسان فرهیخته آزاده و آگاه. و همین دلیله که باید تاریخ ها رو در نظر گرفت که در آن زمان اون شخص چه حرفی زده. مندلام زمان خودش چقدر خشونت پرور بود، ولی وقتی که به آزادی رسید، وقتی که در اون سخنرانیش که آماده بودن مردم که رودخانه خون را بندازن از سفید پوستا، دیدید که چه سخنرانی کرد و بهترین بادیگارد هاش سفید پوست بودن و در دفتر نخست وزیریش هم هیچ کس رو اخراج نکرد، گفت خودتون برید، ما به شماها. و به فریاد زد در سخنرانیش، گفت ما به شماها احتیاج داریم، ما به تخصص احتیاج داریم، ما به منظور سفید پوست ها بودن، ما باید در کنار هم زندگی کنیم. مندلا هم عوض شد. همه ما باید بدونیم که انسان قابل تغییره و به خاطر یه گفته یه تاریخش مغلطه و سفسطه نکنیم، نپیچونیم و تخریب نکنیم. ممنون. آرمین جان اجازه است من صحبت پایانیمو بکنم؟ من فقط آقای امیری، من چون که وقتشون وسط یه مهمونی هم به نظر میرسه باشن، من میخوام دیگه خیلی وقت ایشون رو نگیریم. آقای امیری شما میخواستین، چون به نظر میرسه که خیلی میخواستین بریم، ما نگه داشتیم شما رو. خواهش بودم. نه من ممنونم از شما و دیگر بزرگواران، خانم دکتر بابک و همه عزیزان. ببینید من بس شخصی با هیچ کس ندادم. اگر نکته ای میگم سعی میکنم که دلیلی هم ارائه کنم، حالا ممکنه ادعی اون رو اصلا دلیل ندونن، ادعی اون رو قبول نداشته باشن. و به هر حال معتقدم که باید در هر فضایی این حق اظهار نظر برای همه باشه. و در این فضا بود که برای من هم حداقل جالب بود که من متوجه شدم با اینکه دانش آموختی حقوق هستم، حق اظهار نظر در امر سیاسی ندارم، ولی افراد دیگری این حق رو دارن و احتمالاً دارای تخصص هم هستن. به همین دلیل من هیچ گونه آن در واقع اون دوستانی که فکر میکنن تعلقی مثلا به گروهی، به جناحی، به شخصی دارم، نه اصلا این گونه نیست. برای همین برای من دلیل مهمه و گاهی هم ممکنه ما انسان‌ها حرفی بزنیم که ناراحتی کننده باشه. آقای شاهزاده همین گونه، من شاید همین گونه، جناب نوابی همین گونه و دیگران. برای همین روی صحبتم این است که من از کسی نه کینه‌ای دارم، نه عداوتی دارم، نه دشمنی دارم. اتفاقا سعیم این است که کمتر در این تجمع باشم که باعث آزار عزیزان باشیم
و به هر حال اگرم امشب دعوت شما رو پذیرفتم به خاطر ارزش بالای شما بزرگواران هست و یاد و خاطراتی قبلا داشتیم در بالا جمهوری بی خدایان و اصلا انجام وظیفه نسبت به اینکه کاری باید انجام بشه. امیدوارم ما این بحث ها رو در حوزه های مختلف داشته باشیم و آن چیزی که به نظر من خطرناکه اینه که بخوایم حق طبیعی انسان ها رو از اونها بگیریم فقط به جهت اینکه بگیم به یک شخصی یا به یک گروهی یا به یک ملتی یا به یک افرادی، از نظر من توهین شده و شما بهتر این کارها رو انجام ندید. حالا امیدوارم در آینده این بحثا بیشتر شکل بگیره که بتونه برای افراد کمک کننده باشه. در نهایت عرض کنم هر نوع اتحادی میتونه به انقلاب کمک بکنه و هر نوع انشقاقی میتونه خسارت‌های جبران ناپذیری رو ایجاد بکنه. یادمون باشه در این فضا به جای اینکه به دنبال انشقاق ها باشیم، به دنبال اتحاد ها باشیم که میتونه بسیار کمک کننده باشه. ممنونم جناب نوابی و دیگر بزرگوار. ممنون که اومدین، استفاده کردیم، واقعا باعث افتخار بود. ببخشید که وقتتون هم بیشتر از اون که میخواستین ازتون گرفتیم. ممنون ازتون. آزادم که چون وقتش فکر کنم آزاد میخواد، وقتت محدوده آزاد، میخوای صحبت کنی؟ اگر اجازه بدیم بله. آرمین جان من اول از خود شما یه تشکر بکنم، چون این فضایی که وجود داره فضای عقلانیت گفتگو، عقلانیت ارتباطیه، حالا من دوست دارم جای عقلانیت هم بگم خردگرایی، خردگرایی مبتنی بر گفتگو، خردگرایی مبتنی بر ارتباط دو سویه و چند سویه. بازم من میگم تو این دنیای پرقوهای رنگی همه رنگا قشنگ جز دو رنگی، افراد یک رنگ و صادقی میان اینجا و صحبت میکنن. این گفتمان سازی که شما میکنید به نظر من خیلی اثرگذاره در این انقلاب، چون انقلاب اول از اندیشه ها شروع میشه. من میخوام از همین جا شروع کنم، از همین جایی که الان هستیم. به هر حال ما الان در جمهوری بی خدایان هستیم، مجموعه دوستانی هستیم که شباهت خانوادگیمون اینه که بی خدا هستیم، معمولا، حالا نه همه، بیشتر بی خدا هستیم، بیشتر جمهوری خواه هستیم، بازم نه همه. اما ببینید مثلا آرمین، من با شما اختلاف نظر دارم، شما با ایمان اختلاف نظر دارید، ایمان با میترا اختلاف نظر داره، میترا با میلاد اختلاف نظر داره، یعنی ببینید خیلی قشنگ همه با میلاد اختلاف نظر داره. آره بله. اصلا همین قشنگه که اختلاف نظر داریم و این اتفاقا یکی از شرطهای اصلی دموکراسیه. من بازم برمیگردم به همون ون دیاگرامی که گفتم. ببینید ما یه چند مجموعه دایره‌هایی هستیم که این دایره‌ها متحد المرکز نیستن، اما یه جاهایی با همدیگه همپوشانی دارن. ما شباهت خانوادگی داریم اما یکی نیستیم، حتی دوقلوهای همسان یکی نیستن، ویژگی‌های شخصیتی متفاوته. من آزاد فارسانی حتما یه ویژگی‌های شخصیتی دارم که خیلی هم ایراد داره، خیلی بده. من آرمین باید بهم بگه آزاد تو این ویژگی شخصیتی بده، دکتر بابک به عنوان یه روانشناس باید بهم بگه که آزاد تو این ویژگی شخصیتی بده، بعضی وقتا تون صدات ممکنه به من گفت و من خیلی سپاسگزار شدم، بعضی وقتا تون صدات ممکنه یه جوری باشه که سیگنال خوبی نده به مخاطبت. خب اینا رو من باید یاد بگیرم و خودم رو بهتر کنم، بنابراین این باید خیلی استقبال کنیم. حالا من یه اشاره‌ای هم بکنم به صحبت‌های دکتر بابک در مورد همون، میدونم آرمین با من مخالفه، اون شعاری که داده شد ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، اولا یه شعار کپسوله شده است و دو تا گزاره خبریه، یه گزاره خبریه که ما آریایی هستیم. اینجا هم بحث نژاد من احساس میکنم نیست، بحث یه فرهنگ ایرانی، تاریخ و تمدن ایرانی، اونو کپسوله کردن در یه گزاره خبری که ما آریایی هستیم. مثلا من بگم من بختیاری هستم، خب من بختیاری هستم، این کجاش نجات پرستی؟ میگم من بختیاری هستم، گزاره خبریه، گزاره ارزشی نیست، بار ارزشی نداره. و من میگم من عرب نمیپرستم، خب من عرب نمیپرستم، من ترک نمیپرستم، من نمیدونم کرد نمیپرستم، اینم باز یه گزاره خبریه. حالا ما دو ساعت و نیم دیگه دانشگاه روشنگران قادسیه داریم با حسام نوذری، هومر آبرامیان و شاهرخ. ما باید بله، فرهنگ اسلام که از عربستان برآمده بود به ایران تهاجم کرده، یه سری افراد اومدن شعار خودشون رو کپسوله کردن در این که ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. عرب نمیپرستیم من بازی گزاره خبری، حالا ایشون بابک میگفتن اسلام نمیپرستیم، خب اون بعد میگن مرتدیم دیگه، اونم باید در نظر بگیریم، همین اون افراد رو که شعار دادن میتونن به اتهام ارتداد دستگیر کنن. حالا میگه عرب نمیپرستیم، بازم شعاره، میگم شعار، میگن شعر دیگه، و شعرم اطیبها اکذبها شیرین ترینش دروغ ترینه. حالا بعد آقای رضا پهلوی که اون شعار رو داد، من نمیخوام دوباره تکرار کنم، ولی خب با تلویزیون من و تو همین چند روز پیش دیگه، سه هفته پیش، اومد دوباره همونو گفت که هر نوع ستیز با هر باوری اصولا فرهنگ غلطی است، هر نوع حتی که هر نوع فحاشی
هر نوستیزی با هر باور و عقیده غلط است. ما اونجا اون موقع گفتیم خب شاید از دل بزرگشون حرفا رو زده، شاید به لوازم سخنش دقت نکرده، ولی وقتی دوباره میاد با گفتگوی با تلویزیون من و تو که زنده هم نبود، یعنی بعداً دیده میشه، ویرایش میشه، دوباره همون سخن رو دو بار تاکید میکنه. به نظر من سخن آقای رضا پهلوی با آرمین هم بارها صحبت کردیم، بسیار سخن اشتباهی بود و اصلا جای توضیح نداره. امیدوارم که مشاوران ایشون رو بگن و بحث برای کتاب زمان انتخابش هم بارها بحث کردیم که متاسفانه از همین میاد. در هر صورت من فکر میکنم که فضای خیلی زیبا خیلی زیبا من... ولی الان توی این محیط چون الان از این شعار دفاع کردی، من دوباره باید وارد بحث بشم، چون خیلی ها ممکنه احساس بکنن که این شعار نجات ستیزانه نیست، که من باید بیام بگم این شعار به شدت نجات ستیزانه هست. من اگه اینو جواب ندم به نظرم irresponsible، من مسئولیتم هست که بیام بگم که چرا این شعار نجات ستیزانه هست. واقعا یکی از زشت‌ترین شعارهایی که من تا الان شنیدم. ولی حرف آخر تو قبول دارم که اون حرف آقای رضا پهلوی که میگه ستیز با هر گونه عقیده کار فرهنگ غلطیه، اینجا برای آقای رضا پهلوی به شدت نقد وارده. این حرفشون کاملا غلطه، هیچ توجیهی هم وجود نداره برای این حرفشون. و اینکه میان میگن به همه باورها باید احترام بذاریم، این اصلا عجیب غریب مسخره است. این حرفشون اگه باید به همه باورها احترام بذارین، خب پس باید به باورهای اسلام ستیزانه ما هم احترام بذارین. این اصلا این یک ادعاییه که خودش رو نقض میکنه. خب پس ما هم اسلام ستیزیم، باورهای ما اسلام ستیزانه است، بیا به باور ما احترام بذار. اونا رو نمیشه توجیه کرد. ولی من با آقای رضا پهلوی هم نظرم درباره اون شعار ما آریایی هست، اگه ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، ما باورها رو میزنیم، ما اسلام رو میزنیم، ما عرب رو نمیزنیم. ما هر گونه شعاری که اصلا به نظر هم حتی برسه که داره عرب رو میزنه باش مخالفیم. ما بسیار عربای بی خدا داریم. ما اصلا تو بخشای انگلیسیمون جمهوری بی خدایان بسیار همکاری میکنه با ما. اصلا یک قسمت عربی داریم، جمهوری بی خدایان، یه تیم عربی هم داره که علیه اسلام فعالیت میکنه. برای همین ما با این شعارهای نجات ستیزانه به شدت مبارزه میکنیم. و شما داریم میگین یه گزاره خبریه. خب من نمیدونم این چه توجیهیه. بالاخره شما بخواید نجات ستیزی هم بکنیم، باید از یه گزاره خبری استفاده بکنیم. گزاره خبری بودنش که باعث نمیشه که نجات ستیزانه نباشه. بعدم میگین یه شعاره. خب شعار بودنش هم به این معنی نیست که نجات ستیزانه نیست. ما توی شعارهای نجات ستیزانه بسیار زیاد داریم. اگه شعار باشه که به معنی نجات ستیزانه نبودنش نیست. بعد شما میگید این داره اون قسمتش که دیگه حالا من حتی با خانم میترو بابک هم مخالفم. خانم میترو بابک میگم کاش این شعار رو میگفتن که ما آریایی هستیم، اسلام نمیپرستیم. من حتی همون قسمت اولش نجات پرستیه، ما آریایی هستیم. خب این چه ارزشی داره؟ اصلا ما آریایی هستیم شما میگین یه گزینه خبری، خب واقعیت داره. شما با افتخار اگه یه همچین حرف بزنین نجات پرستیه. شما اگه دارین خبر میدین که مثلا به چه قومیتی تعلق دارید و اینا، خب ممکنه اون اهمیتی نداشته باشه. ولی این شعار معلومه که داره با افتخار میگه ما آریایی هستیم. شما اگه ازتون یکی بیا بپرسه که مثلا شما سفید پوستید یا کاکاژیانید، بگه آره من کاکاژیانم، اون موقع بله مشکلی نداره، نجات ستیزانه نیست. ولی وقتی که بیای با افتخار بگی من سفید پوستم، این معلومه که نجات پرستیه. مگه میشه نباشه یه کسی با افتخار داره اسم حالا من میدونم نجات مفهوم علمی نداره و اینا توهمه و اینا، ولی بالاخره توهمی است که برای اینا واقعیت داره. و کسی با افتخار بیاد از نژادش از قومیتش صحبت بکنه، اینا نجات پرستن. حتی قسمت اولش هم من مشکل دارم، چرا بخواد برسه به قسمت دومش. بعدم میاد میگه من عرب نمیپرستم. اینا اصلا من نمیدونم چه جوری میشینه توجیه کرد. شما میاد میگه منظور از عرب یه اشخاص خاصی از عرب بودن، نه همه ی عرب. خب این مثل توجیه آیه های قرآنه که میاد ما با کافرون میخواد میگه کافرون رو این کار رو بکنید، باشون کافرون رو اون کار رو بکنید، و مسلمان میاد میگن این منظورش همه کافران نبوده، منظورش بعضی از کافرها بودن. خب اگه منظورت بعضی از کافران بودن، چرا به کافر بودنشون داری اشاره میکنی؟ تو وقتی داری میای به کافر بودنشون اشاره میکنی، یعنی با کافر بودنشون مشکل داری، یعنی کافر بودنشون رو دلیل بر لیاقت مرگشون میدونی، کشتنشون میبینی. من یه مثالی هم زدم اون موقع به شما، گفتم مثل این که میمونه که من مثلا آقای سوروس بخواد بیاد تو کشور ما مثلا دخالت سیاسی بکنه، و فرضاً بریم بذاریم که دخالتش دخالت بدیه، من بیام بگم که من نمیذارم یک یهودی بیاد تو کشور من دخالت بکنه.
بعد شما بیان بگین که ای آرمین این چه حرفی نژاد ستیزانه است، بگم من که نگفتم همه یهودی ها، من با همه یهودی ها مشکل ندارم، من شخصا دارم درباره این شخص یهودی صحبت میکنم. خب شما وقتی به یهودی بودنش داری اشاره میکنی به معنی ضد ارزش، حتی معلومه که شما با یهودی ها مشکل داری، حتی داری اگه فقط با اون شخص اشاره میکنی، وقتی میگی ما عرب نمیپرستیم یعنی عرب و ضد ارزش میدونید، مخصوصا وقتی داریم در مقابل آریایی قرار میدید. شما میگین آریایی، من آریایی هستم، عرب نمیپرستم، یعنی آریایی یک ارزشه، عرب بودن یه ضد ارزشه. این مثلا انگار چون آریایی هستیم ما عرب نمیپرستیم یا اسلام نمیپرستیم، مثلا بدیش همینه دیگه، انگار دلیل ما آریایی بودنه که اسلام یا عرب رو نمیپرستیم، خیلی بده. این وحشتناک نژاد ستیزان است. من نمیدونم، چون من فهم کنم چون داره از دل ایران میاد بیرون و شعار مردمیه، ما چون میخوایم مردمی باشیم هر چی که مردم شعار میدن رو باید توجیه بیان بکنیم. من حالا البته نیت خونیه ایم، نباید اینو میگفتم، خب ولی بعضی ها ممکنه دلیلشون این باشه، حالا آزاد تو تهمت نزنم. آرمین جان ببین یه شعاره، یه جمله فلسفی نیست. الان من الان یه جمله میگم، شعار میتونه نژاد ستیزانه باشه آزاد؟ مگه هر چیزی باید مگه هر چیز آزاد یه لحظه، مگه شما اگه مردم بیان هر حرف نژاد ستیزانه بزنن چون یه جمله فلسفی بوده نبوده، من میتونم بیام توجیهش بکنم فقط جمله های فلسفی میتونن نژاد ستیزانه باشن؟ نه، ادامه صحبت هم اگه گوش بدی متوجه میشی. ببین الان یه جمله میگم، میگم من بختیاری هستم، بختیاری نمیپرستم. وقتی میگم نمیپرستم، میگه بخت، میگم بختیاری نمیپرستم، نمیگم بختیاری خوبه، نمیگم من بختیاری بده، میگم من یه بختیاری هستم اما بختیاری رو نمیپرستم. اون میگه من یه آریایی هستم. این قیاس ملفارق آزاد، تو اگه متوجه نباشی که وقتی یه کسی داره میگه من آریایی هستم و این رو با افتخار و یه ارزش نمیدونه این آریایی رو، من میگم افتخار بده. بله افتخار به نژاد بده، نه افتخار ببین چه مغلطه است. آزاد جان مغلطه داری میکنی. من میگم، من وقتی میگم افتخار به نژاد بده، تو میای حرف من عوض میکنی، میگی مگه افتخار بده؟ من گفتم افتخار بده، نه افتخار بد نیست، افتخار به نژاد بده. آرمین جان توی آمریکا موقعی که ترامپ اومد یکی از شعارهایی که داد گفت آمریکایی بخر. آمریکایی رو داری با آریایی مقایسه میکنی آزاد جان؟ من فرهنگ آریایی دیگه چی چیه؟ آریایی رو به یه نژاد مردم دارن نشاد میکنن. ایرانی، یعنی من ایرانی هستم. نه خیر، ایرانی اگه آریایی یعنی ایرانی میگفتن من ایرانی هستم. اینا دو تا واژه، اگه اینا یه معنی داشتن چرا دو تا واژه مختلف داره؟ تو نمیدونی آزاد آریایی داره به یه نژاد اشاره میکنه؟ آریایی با ایرانی فرق داره. اگه آریایی با ایرانی یکیه، آیا کردها هم آری مثلا کردها شدن؟ عربهای ایرانی پس اونا آریایی ان؟ عرب آره اونم آریایی نیستن. آره آریایی. ببین داری با لغت بازی. نژاد آریایی اون اون نژاد که نیست، تبار آریایی، تباری که در فلات ایران در طی هزاران سال ساکن بوده، اما همینجوری که شما گفتین دیگه اساسا نژاد مسخره شده. مهم اینه که خودشون آریایی نمیدونن آزاد جون. آره اونا نه بابا، اینا اصلا شما خودتون میدونید، مثلا من یکی رو بلاک بکنم، شما خودتون میدونید معنی این چیه. نه آزاد داریم مال کش، یه چیزی که واضحه برای همه واضحه، کسی که داره میگه من آریایی هستم، ستیز اون کجاست؟ کسی که میگه آقا من نمیپرستم، نمیگه اونا بدن، میگه نمیپرستم، میگه من امام و پیغمبر عرب رو نمیپرستم، ستیز داره به خاطر عرب بودنشون داره میگه لیاقت. اگه میگه که من هیچ کس رو اگه میگفتن ما ایرانی هستیم و هیچ کس رو نمیپرستیم این مشکلی نداشت، ولی شما دارین عرب بودن یک کسی رو تارگت میکنی، هدف میگیری. شما داری میگی نه که شما نمیگی من کلا هیچ کی رو نمیپرستم، تو داری میگی من اینها عرب بودنشون ضد ارزشه و برای همین من نمیپرستمشون. این واضحه آزاد جان، این واضحه. ضد ارزش نیست، یه توصیفه. محمد پیامبر عرب بود، اماما هم امامای عربه. شما وقتی دارین علیه یه گروهی صحبت میکنی تو اون توصیفت ضد ارزش میشه. من اگه بیام بگم که مثلا فرض کن یه کسی اومد خونم دزدی کرد، خب خونم اصلا اموالمو دزدید، بعد من توی مهمونی گفتم، میگم این سیاه پوسته اومد اموال منو دزدید، من بیام بهش بگم یعنی چی این، چه حرف زشتی؟ میگه خب بود سیاه پوست بود، مگه نبود؟ مگه دارم دروغ میگم؟ میگم یه سیاه، فرض کن تو هر مهمونی بگم یه سیاه پوست اومد دوچرخه منو دزدید و واقعا هم سیاه پوست باشه، شما دروغ نگفتید، ولی برای همه واضحه. وقتی که شما یک توصیفت از چیزی یه کار زشت و یه چیز رو منفی رو در کنار توصیف قرار میدی، یعنی اون توصیف رو شما داری یه ضد ارزش میدونی، چیزی رو که داری توصیف میکنی حتی اگه واقعیت هم داشته باشه واضحه که اون برای شما یه ضد ارزشه.
این واضحه، من نمیدونم چی توضیح بدم. آرمین جان اونجا دزدیدن ضد ارزشه. بله ولی شما وقتی دقیقاً شما دزدیدن و ضد ارزشه وقتی داری میگی سیاه، این سیاهه دوچرخه منو دزدید، یعنی شما سیاه بودن اونم ضد ارزش میدونید. حتی اگه واقعیت هم داشته باشه که طرفی که دوچرخه شما رو دزدیده است واقعا هم سیاه پوست باشه و شما دروغ نگفتی، اگه شما اینو انتخاب کردی که توصیف بکنی در کنار دوچرخه دزدی، معنیش اینه که سیاه پوست بودن طرفو ضد ارزش میدونی. برای من بار ارزشی نمیبینم جز افتخار در این جمله. حالا من نمیخوام دیگه واژه‌ام، همون چیزی که خودت گفتی که ای کاش یه موقعی برنامه‌ای بذاری در این مورد صحبت کنیم، ولی من فقط بگم این بحثی هم که شکل گرفت بین ایمان عزیز و میترای عزیز، خب ایمان سلیمانی امیری مجموعه‌ای می‌خواستن شکل بدن که فکر می‌کنم الان فعلا معلق شده، احتمالاً بنا به دلایلی که خودشون میدونن، با عنوان کانون منتقدان ادیان که خب ایشون خودشون بودن، دکتر میترا بابک عزیز رو در واقع به اون مجموعه عضو اون مجموعه در نظر داشتن، آقای دکتر جلال ایجادی و منم که کمترین شاگرد اون مجموعه بودم. میخوام بگم این اختلاف نظرها به این معنی نیست که ما در کنار هم دیگه نیستیم، ما در کنار هم دیگه هستیم و من با عزتتون دیگه فقط شنونده هستم چون باید آماده بشم برای یه لحظه. آزاد جون میشه باشی من چیزی کوچیک میخوام بگم؟ من هستم، دوست داشتم تو هستم، اگر صلاح بدونید نظر آقای ایمان سلیمانی و دکتر بابک هم در مورد همین شعار ماریایی هستیم عرب نمیپرستیم رو بشنوم، و اگه نکته هم دیگه هست و بعد من دیگه شما من 30 ثانیه یه چیزی میگم بعدش اگه سلام دونستیم بشنیم صحبت استاد سلیمانی و میتخان دکتر میترا بابک. ببینیم آجا، من میگم حتی اگر ما بخوایم مرد فولادی بسازیم خب و بگیم که آره وقتی میگن عرب نمیپرستیم منظورشون اینه که ما اسلامو نمیپرستیم، خب شما میگین شعارا بحث مثلا چیز فلسفی نیست، شعاره خب، اما شعارا پرچم یه چیزن، حالت نماد یک جنبش هستن. وقتی حتی اگر منظور این باشه، این به نظرتون فروکاست؟ وقتی من میگم من آریایی هستم حتی اسلام نمیپرستم، این فروکاستن دلیل‌های ما واسه نپرستیدن اسلام نیستش آزاد جون؟ چون دارم میگم واضحه دیگه، دارم میگم من چون آریایی هستم اسلامو نمیپرستم، ولی ما این خودش یه نوع نجات پرستیه دیگه. یعنی من به خاطری که آریایی هستم یا خودمو برتر میدونم، یک چیزی هست که آریایی بودن ما که دلیل این نیست که ما اسلامو نمیپرستیم، چون اسلام یعنی این فروکاستن این همه تلاشای شما و دوستان دیگه نیستش که با استدلال ما اسلامو نمیپرستیم، نه اینکه به خاطری که به آریایی بودنمون ربطی نداره. برای این قبول دارین شعار خوبی نیست از این نظر؟ مارتین جان من خودم اگه اونجا بودم این شعار رو نمیدادم، ولی من بازم تاکید میکنم اولا که آره فروکاستنه، شعار یعنی فروکاستن، شعار یعنی ریداکشن کردن مفاهیم بسیار زیاد در یک جمله. بنابراین شما وقتی میای یه چیز رو کپسوله میکنی دیگه اونجا، برای همین گفتم جمله فلسفی نیست. ولی بازم من میگم من دو تا جمله خبری میبینم، ما آریایی هستیم، در این جمله خبری لزوماً بار ارزشی وجود نداره، میگه ما آریایی هستیم، حالا اصلا شاید آریایی بد باشه، بعدم میگه ما عرب نمیپرستیم، ما عرب نمیپرستیم، نمیگه عرب بده، من بار ارزشی نمیبینم. باش من میبینم، به شدت هم میبینم. حالا آزاد سوال کردی، نمیدونم آقای سلیمان امیری میخوام اگه جایی هستن که دوست ندارن جواب بدن، من چون وقتشون گرفتم حالا میبینیم اگه باز کردن، ولی از هم از خانم دکتر بابک پرسیدی هم از آقای سلیمان امیری، ببینیم کسی باز میکنه مایکشو. اگر این موضوع اگه شما میخواین صحبت کنید شما اول صحبت کنید بعد من. خواهش میکنم. نه من چون نمیخوام بحث دیگری باز بشه در مورد این مسئله، ولی خب به هر حال شعارهایی که داده میشه گاهی در صدد نفیه نه در صدد اثبات، و این نفی و اثبات مسئله مهمی است که خب ممکنه عده‌ای حمله بر این بکنن که اینها نژاد پرستانه است، ولی من اون رو نژاد پرستانه نمیبینم. و اما اینکه کلمه عرب یا عربی هم به یک نژاد خاصی نیست، حتی به زبان هم اشاره میکنه. جدای از این هم شما خب میدانید در درون کلمه پرستش نوعی ضد ارزش وجود داره. حالا اینکه من آریایی هستم نشانه فرقی است از جهت خواستگاه، ولی در اینکه شما در دهان تشیع میپرستید عده‌ای رو که منتسب به یک گروه خاصی هستند، طبیعیه که شما نمیتونید در یک شعار افراد رو مثلا مجزا بکنید، بگید من علی، حسن، حسین، سجاد اینا رو نمیپرستم، مجبورید یک عنوان عام استفاده بکنید. اما از دل اون نجات پرستی بیرون نمیاد، چون شما در صدد نفی هستید نه در صدد اثبات. بله اگر من بخوام بگم من ایرانی هستم و ایرانیان افضل بر مردمان دیگر هستن،
اینجا در صدد اثبات یک مقوله‌ای هستم بدون دلیل موجه. اما وقتی در صدد نفی هستم، یعنی که شما میگید فلانی آیا اینو میپرستی، میگم نه خیر، من حقوقدان هستم، این کارو نمیکنم. آیا چون حقوقدان هستم بر این هست که من دارم یک افضلیتی به دیگران میدم؟ نه، فقط دارم نفی میکنم. بنابراین آنجایی که بحث نجات پرستی مطرحه، باید ببینیم آیا نفی به مرحله اثبات هم میرسه، به مرحله ثبوتی هم میرسه، یا اینکه نه فقط نفیه. به نظر من نفی و نجات پرستی نمیدانم، اما ثبوت رو نجات پرستی میدانم. شما ممکنه بگید آقا ما آریایی هستیم، خب این شیرادی نداره، اما وقتی بگید آریایی افضل بر دیگران است، اینجا دیگه به مرحله اثبات و ثبوتی میرسی که بله این قسمت میتونه مشکل ساز باشه. اما من در این نژاد، با اینکه حالا ممکنه این شعاری که داده شده کمی کج‌فهمی هایی هم سبب بشه که در همه شعارهای کوچیک هست، ولی من نژاد پرستی بیرون نمیارم. و از اون بدتر، کسی که بخواد از دل این شعار بحث اسلام ستیزی رو تازه مطرح بکنه، دیگه میتونه بسیار هم ناسواب باشه. این تمام عرض من، اگر نیاز هست که در آینده میشه در موردش مفصل بحث کنیم. ممنون. ولی من فکر نمی کنم کسایی که این شعار رو نوشتن اومدن در این سطحی که شما گفتید اومدن بررسی فلسفی کردن. به نظر من صد البته آرمین جان، ببینید ما هم همین رو میگیم، ما بحث نفی و اثبات یه مسئله خیلی مهمی است، یعنی ریشه های تبعیض ها گاهی از نفی شروع میشه و اون هیچ اشکال نداره. خطر زمانی است که به مرحله ثبوتی اثباتی میرسه. یعنی مثلا من میخواهم بگویم یک گروهی، یک طبقه ای به واسطه اینکه از یک طبقه خاصی هستن، یه حق ویژه ای هم دارن. این حق ویژه و تثبیت اون خطرناکه. اما اینکه یک نفر بخواد در جهت نفی کار بکنه که اشکالی نداره. به نظر من نفی نشانه تبعیض و پرستش نیست، اما زمانی که به مرحله ثبوت اثباتی برسه، بله میتونه اونجا خطر ایجاد. من چیزی که منظورم این بود اینه که به نظرم میرسه این یه شعار خیلی واضح و مشخصیه که ما بدون تحصیلات فلسفی میتونیم واضح بفهمیم که این داره به نفع آریایی و علیه عرب صحبت میکنه. ولی بعضی از موقعها از تحصیلات بالا و آگاهی فلسفی بعضی موقع استفاده میشه که یه سری چیزایی که به نظر من خیلی ساده و واضح هست رو پیچیده تر از اون چیزی که لازمه ما داریم نشون میدیم. خیلی به نظر من واضحه. خب آمین جان، من یه سوالی دارم از شما. آیا ما انسان ها به شکل عارضی تفاوت با هم داریم یا نداریم؟ بله. قطعا تفاوت داریم با هم. ما در یه کلیتی با هم مشترکیم، انسانی. اما یه سری تفاوت های عارضی داریم. مشکل در جایی است که این تفاوت‌های عارضی سبب برتری بشه. ما وقتی به اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه می‌کنیم، یه استثناءاتی می‌بینیم: دین، مذهب، نژاد، رنگ. چرا اونها رو کنار گذاشتیم؟ چون گاهی از اینها جهت اثبات و ثبوت یه مسئله استفاده شد. شما وقتی مسلمانی، آنجایی که اعتقاد شخصیت باشه هیچ اشکال نداره، اما زمانی که می‌خوای دیگران رو هم با اون معیار بسنجی، اینجا دیگه مشکل ایجاد میکنه. اگر این گونه باشه، از اون دیگه آزادی اندیشه معنا نداره که، آزادی فکر معنا نداره که. یه انسان میتونه این فکر رو داشته باشه که من با دیگری متفاوتم، اما زمانی که بخواد این فکر خودش رو، این تفاوت خودش رو که از مرحله نفیه به مرحله اثبات برسونه که نخیر چون من متفاوتم این حق رو هم دارم، اون وقت دچار مشکل خواهیم شد. این تفاوتی است که من بین مسئله نفی و اثباتش میکنم. من نکته‌ای که من میخوام اشاره میکنم اینه که اکثر کسایی که فلسفه نخوندن، اطلاعات فلسفی ندارن، وقتی من بهشون بگم ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، برداشتشون به طور واضح اینه که این ما داریم میگیم آریایی خوبن، عربا بدن. ولی آقای آزاد فارسانی و شما آقای سلیمان آرمین جان، اجازه بدید یه نکته ساده عرض کنم. اصلا این که ما عرب نمیپرستیم یک حقه. چرا این رو شما نجات پرستی میدونید؟ اصلا پرستش یک امر مذمومی است. یعنی اگر من اتفاقا بگم من آریایی هستم، آریایی میپرستم، این نجات پرستی است.
چون پرستش معنی نداره. خب اما وقتی کسی میگه عرب نمیپرستم، مگه توهین به عربه؟ اتفاقا کرامت خود اون انسانه که داره میگه آقا جان من هر چیزی که برای من یا اتوریته پرستش ایجاد میکنه اون رو نمیخوام. آقای امیر اگه من بگم من هیچ کس رو نمیپرستم، این اون وقت حرف شما درسته. ولی اگه من بیام یه نژاد مشخص رو انتخاب بکنم و بگم اونها رو نمیپرستم، این نژاد ستیزیه. من اگه بگم من هیچ کس رو نمیپرستم، این درسته، اون وقت حرف شما درسته. ولی من بیام بگم من سیاه پوستا رو نمیپرستم، خب اشکال نداره آمین جان. نه ببینید، خب اثبات شیخ نفی معادا نمی کنه که. خب آقا شما بله بگید آقا من ایشون رو قبول ندارم، آیا این به این معناست که بقیه رو قبول داری؟ نه، ممکنه بقیه رو قبول نداشته باشی، اما چون مبتن شما یه جمله ای رو که توی عام برداشتش توی عام رو با یه گزاره فلسفی دارید قاطی میکنید. خب نه نه، برداشتش در عام هم اسلام دیگه. الان ما وقتی صحبت از عرب میکنیم، وقتی شما میگید پرستش، پرستش دینیست. نه ببخشید، توی ایران خب. نژاد ستیزی علیه عرب رواج داره، برای همین برداشت فقط اسلام نیست، برداشت همون عربه. شما میدونید تو جامعه ایرانی چقدر اسلام که... نه ببینید جامعه ما یه مشکل نه، شما میدونید ما تو جامعه ایرانی شما میدونید ما تو ایرانی مشکل رو داریم. ما داریم سعی میکنیم که نشون بدیم که اسلام ستیزی به معنای عرب ستیزی نیست. ولی من فکر کنم شما اونقدر آگاه هستین که بدونید تو جامعه ایرانی بعضیا این دوتا رو یکی میبینن و به خاطر تنفرشون از اسلام. شما موافقم؟ بله، پس این رواج داره. من که اینجا با شما موافقم. مسئله در هم تنیدگی اسلام و عرب هم یه بعد دینی داره، هم یه بعد تاریخی داره که مردمی فکر میکنن این کشور تحت تصرف یک قوم مهاجمی قرار گرفته که با خودش ایدئولوژی هم آورده و بعد یه حکومتی هم الان هست داعیه داره یک خانواده خاصی است که آقا ما نمایندگان اونها هستیم. همه اینها کمک کرده به این داستان. اون یه بحث عمومی است، اما بحث من بر سر اینه که آیا نفی نژاد پرستی است؟ من این رو نفی نمیدونم، اما اثباتیش بله، ثبوتیش بله. به نظر من این بخشش نژاد پرستی خواهد، یا الان نژاد پرستی که بگیم نژاد پرستی خواهد بود، یا افضلیت دادن یک شخصی گروهی طبقه به دیگری خواهد، اما جنبه نفیش این به نظر من این وجود داره نداره. آقای امیر، شما اگه من بیام بگم من ناراحتم که دوچرخمو دزدیدن، این حقو دارم که ناراحت باشم از اینکه یکی دوچرخمو دزدیده؟ حقو دارم، درسته؟ بله، حقو داری. بعد اگه به طور تصادفی کسی که دوچرخه منو دزدیده سیاه پوسته و واقعیت هم داره که این یه شخصی سیاه پوست بوده، من بیام همینجوری به شما بگم این یه سیاه پوست دوچرخه منو دزدید، آیا شما احساس نمی کنین که من یک نژاد ستیز هستم علیه سیاه پوستا؟ با اینکه حتی اگه این درست هم باشه. نه، چه دلیلی داره که نژاد پرستی باشه؟ ببینید اگر ما بگیم یک سفید پوستی مثلا یه چنین کاری کرد، شاید به دلیل اینه که ما اون مشخصه هاشو نمیدونیم، وگرنه بحث اثباتی نیست. بله، اگه شما به پلیس دارین گزارش میدین، بحث نفیه. نه درسته، شما اگه دارین به پلیس گزارش میدین و دارین سعی میکنین توصیف بکنین اون شخصو که بتونن پیداش بکنن، اون یه بازوس. ولی مثلا فرض کن تو هر مهمونی من بیام به شما بگم این سیاه پوستی دوچرخه منو دزدید، خب حتی اگه این درستم باشه، من دارم یک مشخص میکنم سیاه پوست بودن طرفو، آیا به شما نشون نمیده که من سیاه پوست بودن برای من یک ضد ارزشه؟ به هیچ عنوان، مگر اینکه بگویم سیاه پوستان دزدن. ببینید مرحله نفی با مرحله اثباتیش در همین تفاوتشه. فرض کنید یک سیاه پوست دو چرخه من رو دزدید، من میگویم سیاه پوستی دو چرخه من رو دزدید. خب چرا به سیاه پوست بودنش دزدن؟ نه اونم خب حتی اگه نشخص دیگری ازش نمیشناسم که من عرض کردم. ببین شما مردم بود، فرض کنید مردم بود، قد بلندم بود، یه پیرن آبی هم داشت، چه میدونم سیبیل هم داشت، ریش هم داشت، کلی مشخصات دیگه هم داشت، ولی شما دارین به سیاه پوست بودن طرف اشاره میکنین. آیا نشون نمیده که شما یه حساسیتی دارید به سیاه پوست بودن این طرف؟ به هیچ عنوان، چون من مشخصی دیگری از او سراغ ندارم. ببینید ما یه بحث عام داریم، یه بحث دارید. فلسفی که شما فرض بکنید که دارید از نظر عام، ببینید از نظر عام کسی که میخواد تنفر خودش رو از یک دین مثل اسلام نشان بده، خب نگاه میکنه به مسائلی که پیرامون او هست، او احساس میکنه
این پرستش نسبت به برخی اشخاص که در درون جامعه شیعه هم وجود داره یک امر مذمومی است. اون میگه آقا این نوع پرستیدن برخی افراد با آن دیدگاه خواستگاه اجتماعی و فکری و سرزمینی من موافق نیست. درسته؟ او به دنبال این نیست که نژاد خودش رو بر دیگری تحمیل بکنه، اما اگه مشخصه بهتری داره بله میتونه بگه اسلام، میتونه بگه مثلا فرزندان علی، هر چیزی میتونه بگه. ولی مسئله بر سر اینه، ما که داریم بحث های تئوریک میکنیم آیا ما میتونیم فقط نفی و نجات پرستی بدونیم یا این نفی باید به مرحله اثباتی و ثبوتیش هم برسه؟ بله در لسان عامه و عوام بله، اما ما داریم یه حکم خاصی صادر میکنیم در موردش. به نظر من نفی رو اگر ما بخوایم بحث نجات پرستی رو مطرح بکنیم که در مورد هیچ آینی نمیشه حرف زد اصلا. من به نظرم این شباهت داره با تفسیرهای در مورد هیچ ملتی نمیشه حرف زد. در مورد هیچ ملتی نمیشه حرف زد. ببینید آرمین جان، مگه ما نمیتونیم مثلا بیایم نقدی بکنیم؟ آیا مثلا بیایم یه گروهی رو، مغولان رو مثلا زیر سوال ببریم؟ چرا میتونیم. اما اگر بعدش بخوایم این رو دستمایه‌ای قرار بدیم برای اینکه با اونها باید اینگونه برخورد کرد، این مشکل ایجاد میکنه. ما میتونیم بگیم آقا ما رفتار مغولان رو نمیپسندیم. خب هیچ اشکالی نداره، این نجات پرستی نیست. اما اگر بگیم نه چون رفتارشون رو نمیپذیریم باید با اونها اینگونه برخورد بکنیم، اونها دارای چنین حقی نیستن، این مشکل ایجاد میکنه. من به نظرم شما برای مثلا ما میگیم ما مردان، الان یه لحظه اینو تام بگم، فرض کنیم ما میگیم ما آقایان، آیا این به این معناست که مثلا ما بانوان رو مثلا از یک جنسیت حقیرتر میدونیم یا نه میخوام یه خبری بدیم؟ اما اگر از همین ما آقایان بهره بردیم، مثالتون مال فارغ، من مثال بهتری میتونم بهتون بدم که مرد رو ضد ارزش میکنه در این شرایط. بفرمایید یه مثال بزنید. مثلا میتونم بگم که یه زنی میتونه بیاد به من بگه یه مردی دوباره نذاش من حرف بزنم، یه مردی مثلا دوباره نذاش حرف بزنم، ما داشتیم کار میکردیم یه مرد اومد جلوی حرف زدن ما رو گرفت. خب من میدونم که این خانم الان با مردم مشکل داره چون یه استریوتایپی رو داره مرد برای مرد استفاده میکنه. یعنی شما از این که یه خانومی بگه یه مردی نذاش من حرف بزنم رفتید احساس کردید که این منظورش کل مردانه؟ نه من احساس میکنم که این خانم با مردم مشکل داره. مثلا خب مثلا وقتی که شما بیاین بگین که یک مرد دوباره نذاش من صحبت بکنم، خب یعنی شما دارین یه استریوتایپی که تو برای مرد استفاده میشه که معمولا مردا کنترل یک بحثو در شما برای سیاه‌پوست مثلا مثال زدم، سیاه‌پوست استریوتایپی که براش وجود داره دزدیه، مرد استریوتایپی که براش وجود داره اینه که توی بحث غلبه میکنن و نمیذارن مثلا زنا صحبت بکنن. خب و وقتی شما بیاید بگید یک مرد دوباره نزدش من صحبت بکنه، اون داره اشاره میکنه به اون استریوتایپ مردا توی اون گفتمان. میدونی مزم چه؟ خب حالا اجازه بدید، این دیدگاه دیگه، ولی من مخالفم و معتقدم ما خیلی از کسانی که در حوزه های اجتماعی بحث میکنن خب به هر حال نیاز دارن یک کلمه استفاده کنن برای وجه ممیزه، خب کجا کلمه بیارن؟ من نمیدونم مثلا شما میخواید در مورد یعنی شما نمیتونید جامعه شما نمیتونستین اشاره بکنید به اسلام به جای عرب؟ نمیتونستین مثلا چرا این بهتر این بود؟ ببینید من عرض کردم بهتر این بود، سنجیده تر اینه که کاملا آن وجهی رو که میخواید براش نقدی داشته باشید مشخص بکنید، این سنجیده ترشه. ولی مسئله بر سر اینه که ما با اینکه یک گروهی رو، یک حالا جامعه ای رو بخوایم خطاب قرار بدیم اصلا دلیل بر نجات پرستی نیست. ما در کارهای جامعه شناسی خیلی از این کارها میکنیم، افراد یک جامعه رو در حوزه های مختلف، ولی میدونید بس بر سر چیست؟ بس بر سر اینه که ما از دل یک واقعی، از دل یک گروهی یک نتیجه برای اقدام عملی آینده بیرون بیاریم که اون مانع از دستیابی اونها به حقوق طبیعیشون بشه. از اونجا دیگه ما وارد بحث نژادپرستی
ما قبلش باید وارد بشیم باورپرستی و اینها میشیم. آقای امیری ما باید فرهنگ سازی بکنیم. یه نگوش قبل از اینکه مردم بیان یه همچین هزینه ای رو برای گروهی از اشخاص توی جامعه وارد بکنن، ما میتونیم قبلش میتونیم وارد بشیم، نه به زور و به قانون، چون آزادی بیان وجود داره. خب الان آرمین جان، این که شما بگید بریم، ما الان خوب داریم دیگه. مثلا ایرانیان رو مردمان متمدنی میدونن، درسته؟ آیا این به این معناست که اونها نژاد برتری بودن؟ الان در تاریخ وقتی مطالعه میکنید، ما نژاد ایرانی نداریم. ایران به عنوان مثال عرض میکنم، ما میگم مورخین و جامعه شناسان مثلا وقتی در مورد مسائل اجتماعی صحبت میکنن، مثلا میگن ایرانیان مردمان متمدنی بودن، منظور محیط جغرافیایی است، یک محیط جغرافیایی آن زمان، یا رومیان داره این بودن یا یونانیان داره این بودن. آیا یک اندیشمند وقتی این رو مینویسه قصد نژادپرستی داره یا فقط داره گزارشی میده؟ خب نه، این فرق داره. شما یا دارین به افتخار میکنین به خاطر به نژادتون، به خاطر اینکه یک سری کسای دیگه قبل از شما با نژاد مشترک شما یک کار. ببین این فرق هم نوعی افتخاره. ببینید اونم نوعی افتخاره. ببینید آقای به عنوان مثال عرض میکنم، به عنوان مثال عرض میکنم. شما بفهم. نه من میگم ببین، شما میتونین توصیفی خب بیاین بگین که آریایی ها مثلا این کارو کردن و یه کار بزرگی هم کرده باشن، این توصیف یه واقعیت، هیچ مشکلی هم نداره. ولی وقتی که شما بیایید بگین من آریایی هستم و با آریایی بودنم افتخار میکنم، این نژادپرستیه. اون فرق، این دو تا با هم فرق داره. الان کجا بحث شعار من افتخار میکنم یا من اینجوری هستم اصلا مطرحه؟ ببینید ما داریم یه گزارشی میدیم، میگیم آقا ما آریایی هستیم، درسته؟ یه گزارش دیگه، این افتخارم توش هست. شما از این طرف این افتخار رو توش نمیبینید؟ تمایز افتخار نیست آرمین جان. خب ببینید مشکل همین آقای امینی، شما شعار رو با گزاره‌های فلسفی دارین اشتباه میگیرید. شما به جای اینکه بیاین ببینین یه همچین جمله‌ای توی عام چه معنی داره، شما دارین تو دنیای فلسفه فقط چیزهایی که گفته شده رو در نظر میگیرین، در صورتی که تو دنیای شعر و شعار وقتی یه کسی داره میاد میگه من آریایی هستم، خیلی بیشتر از فقط اون جمله رو داره میگه. وقتی یه کسی داره میاد میگه من آریایی هستم، تو فلسفه ممکنه فقط همون یه جمله رو معنی داشته باشه، ولی توی عام، توی شعار، توی شعر، یعنی در من به آریایی بودنم دارم افتخار میکنم. شما دارین با نگاه فلسفی به این جمله نگاه میکنید، ولی بیاین ببینید تو عام چه معنایی داره این. الو بله، خب عامش هم همینه. ببینید منم از نظر عام میگم، ایرانیانی فرهنگ اسلامی رو نمیپذیرن و این فرهنگ اسلامی رو سبب تهاجم به کشورشون میدونن. خب طبیعی است که از اون اظهار تنفر بکنن. بله، شما ممکنه بگید آقا اینا مگه تاریخ اسلام خوندن، مگه فلان خوندن؟ نه بکنن. نمیشه. ما از این طرف بگیم اینا اصلا منطقی هست که از اسلام، منم از اسلام متنفرم، منطقی هست که از اسلام متنفر بود. ما داریم سعی میکنیم که به مردم نشون بدیم که این تنفر از اسلام رو تبدیل به تنفر از عرب نکنن. ما میخوایم اینا رو از هم جدا بکنیم. تنفر از اسلام منطقیه، تنفر از عرب نژاد ستیزیه و غیر منطقیه. ما بسیار عرب اسلام ستیز داریم مثلا. خب آرمین جان، ما که عرض کردیم ببینید اگر اسلام به کار میرفت خب معنای بهتری داشت. نه. اما همان مردم عام که کلمات رو به شکل فلسفیش به کار نمیبرن جایز الخطا هستن دیگه. این بحث خود شماست. بله بله، من وقتی میگم اینها رو عام مطرح میکنن، یعنی اونا کسانی هستن که خیلی از کلمات رو متوجه نمیشن. این حرف شما درسته، مقصود اونها شاید نژادپرستی نباشه. آره این حرف شما موقعی درست می بود که ما نمیدونستیم که توی ایران عرب ستیزی رواج داره. ما میدونیم که توی ایران عرب ستیزی رواج داره، فقط اسلام ستیزی نیست، نژاد ستیزی علیه اعراب یه چیزی که رواج داره. برای همین اتفاقا گزینه‌ای که محتمل تره اینه که نه، اینا دارن از عمد عربو میزنن. آرمین جان من یه جمله بگم، این جمله پایانی منه، با اجازهتون دیگه فقط گوش میدم. چون شما هی میگه این عرب نمیپرستیم رو یه دفعه یه پل میزنی به این که ما از عرب متنفریم، بعد از محدوده این شعار خارج میشی میری میگی تو ایران از عرب متنفرن. این یک شعاره، میگه ما عرب نمیپرستیم. عرب دیگه فارسی، من فقط یه نکته کوتاه بگم. بله ببین، اصلا این فرمایش های نبابی خیلی عجیب بود. ببینید ما ممکنه بگیم یک دولت ملی گرایی داریم
که این دولت به شکل سیستماتیک روشی رو بر علیه گروه‌های دیگری داره اعمال می‌کنه، ایرانیه و داره بلافاصله بر علیه دیگرانی که غیر ایرانی هستن رفتار می‌کنه. اما ما همچین دولتی نداریم، اتفاقا برعکس. اما اینکه عده‌ای از مردم در درون جامعه این کار رو می‌کنن، آرمین جا شما نباید تعمیم بدید به کلیت. من نگفتم من گفتم رواج داره، نگفتم که همه ایرانی اینجوریه. خب نه رواج نداره بزرگ، آخه رواج کل تامین رواج... یعنی من بگم همه ایرانیان اینجوریه. ببینید خب رواج یعنی یک امری که کاملا در درون جامعه ایرانی شایع است، اصلا این گونه نیست. هست کجا؟ ما عرب پرست عرب آقا، ما کجا عرب ستیزی داریم؟ شما نمونهایی رو میتونید به من بگید که فارس‌هایی با اعراب درگیری داشته باشن، اونها رو کشته باشن؟ میگی رواج داره، این رواج در کجاست؟ من کشتا رو نگفتم، من نگاه زده در بله اون که شما میگین رواج داره، نه نداره، کشتن عرب رواج نداره. من دارم نگاه زده عربی رو میگم. مگه زد مگه عرب ستیزی فقط باید ما بیا کسی باید بیاد یه عربو بکشه که بشه عرب ستیزی؟ شما یه دیدگاه منفی داشته باشین میگین عرب ستیزی. این دیدگاهی که اعراب پایین تر هستن و آریایا بالاتر هستن، تو ایران یه عقیده هست که رواج داره. تعمیم به کلم ندادم، نگفتم همه ایرانی اینطوری. بله من فقط نکته پایانی عرض کنم، نه به نظر من رواج نداره. رواج یعنی یک امری که شما این رو به شکل یک امر عمومی و شایع در درون جامعه ببینید. ولی به نظر من رواج وجود نداره. اوکی. من اجازه دارم؟ بفرمایید خانم. ببینید مسئله خیلی مهمه، میدونم که شاید یه مقدار طولانی بشه ولی واقعا خیلی سریع سعی میکنم. ببینید متاسفانه درسته که عرب حمله کردن و ما 1400 سال بر علیه عرب شدیم. ما از کودکی همه ما اتفاقا عمومیت داره نژاد پرستی ایرانی ها. ایرانی ها یکی از بزرگترین نژاد پرستای خیلی از بسیار از کشورها هستن به نظر من و ما از کودکی هممون، من فکر نمی کنم کسی باشه که بگه من نشدیدم که بر علیه عرب صحبت نشد، بر علیه افغانستانی های عزیز ما صحبت نشد. و وقتی که معاودین عراق سال 1970 و 80 و 90 از دست صدام حسین فرار کردند و صدام حسین چه بلایی سر خانوادهشون و اموالشون رو مصادره کرد و پسر و پدر رو برد و کشت و اعدام کرد و همه این بلاها، در صورت که اینا ایرانی الاصل بودن و همین دلیل صدام حسین اخراجشون کرد، بهشون گفت فرس مجوس. و چقدر راحت اینا خب عبا سرشون بود در صفها، چقدر عرب، من خودم یکی از کسانی بودم که شاهد بودم عربای پاپتی اومدن صفای ما رو پر کردن. ما اتفاقا شدیداً عرب ستیز هستیم، اما بدبختی ما اینجا این بود و هست ولی الان بسیار کم شد خوشبختانه، اینه که اسلام رو نفهمیدیم. ما به عرب نباید کاری داشته باشیم، ما به اسلامی که بر ما تحمیل کردن، یک مش تازی تاختند و آمدند از جماعت محمد و سربازان محمد و جید محمد، ما میبینیم که این بلا سر ما اومد. اما مردم نسل به نسل، نسل به نسل، به جای اینکه به اسلامی که اینقدر بد شدن شیعه و اینقدر شیعه پرور شدند، به جای اینکه به اون نگاه کنن که این اسلام چه بلایی سرشون آورده، همچنان بر علیه عرب صحبت کردن. این یک واقعیت درد فقر فرهنگی اجتماعی ماست، ما نمیتونیم اینو بپیچونیمش، فلسفه بیاریمش، یه واقعیته. و ما وقتی که من پوزش میخوام دقیقا، من فقط میخواستم بگم ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، گفتم اسلام نمیپرستیم. اتفاقا جالبه که گفتید که اگر که اسلام، اگر میگفتن اسلام نمیپرستیم خیلی بدتر بود. نه اسلام نمیپرستیم اشکال نداره، ولی آریاییش قصد بخش مشکلشه. برای اینکه ما از نظر علمی که اصلا میدونیم اصلا نژاد معنی نداره، اینکه یه واقعیت، هر کس که علمی به این مسئله نگاه میکنه میدونه. و همین نژاد پرستی و نژاد برتری که تاریخی ملت‌ها رو به جان هم انداخت و بعد شد دین در کنارش، اینه که به نظر من کلمه آریایی، چون ایرانی ها همیشه خودشون رو از بالا به پایین نگاه کردن، یه واقعیت دیگه. حالا اکثریت ایرانی ها یک حقیقت رو ما نباید کتمانش بکنیم و باید این فقر فرهنگی رو
بپذیریم، فرد فرد ما بپذیریم و یک دوباره سازی فرهنگی فردی که بعد بشه خانوادگی و اجتماعی و سیاسیش بکنیم و نباید بپیچونیم این شعار. این شعار بسیار خطرناکه، هم آریاییش خطرناکه و هم عربش خطرناکه. درسته که ما عرب نکشتیم ولی خیلی تحقیر کردیم عرب ها رو. همیشه تو صحبتامون توی ببینید حتی ما توی جوک هامون هم چقدر یه ترکه بود و یه رشتیه بود و یه اصفهانیه بود و ما این حتی توی متاسفانه تو جوک هامون هم ما از بخشای مختلف کشورمون تمسخر کردیم و تحقیر کردیم. اینه که یک واقعیت رو باید بپذیریم. هر دوی این شعار، ببینید درسته که یک شعاری داده شده و ما حالا باید بخوایم توجیهش کنیم، ولی اتفاقا روی این شعارها باید خیلی تاکید کرد و دوباره سازی فرهنگی کرد و آموزش بدیم به خودمون که این شعار شعار درستی نیست. چرا ما که اومدیم در کشورهای غربی، بچه های ما اگر توی خونه ما پدر مادر حرفی از سیاه پوست و افغانی اینجوری و از نژاد پرستی صحبت بکنه، بچه های ما سریع جلوی پدر مادرها می ایستن میگن داری نژاد پرستی حرف میزنی، حق نداری اینجوری حرف بزنی. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه جامعه و مدرسه و ادویکیشن بهشون یاد داده، داره بهشون یاد میده که ما نباید اینچنین فکر کنیم و اینچنین احساس کنیم و اینچنین رفتار بکنیم. جامعه غرب داره تلاش خودشو میکنه، حالا نوبت ماست که دقیقاً فردی این آموزش رو اول به خودمون بدیم و بپذیریم که این شعارها، این تفکر، این احساسها و این رفتارها ما رو از هم جدا میکنه و ما رو برتر از دیگری میبینه و این از بالان. ببین حتی ما میایم در کشورهای خارج میگیم خارجی‌های بی‌عاطفه نفهم، اینا که چیزی نمیفهمن. یعنی همیشه خودمون رو از بالا به پایین نگاه کردیم به خاطر تمدن گذشتمون، اما ما و مصری‌ها و لبنانی‌ها و سوریه‌ای‌ها ببینید که به خصوص اسلام مصر و ایران ببینید که الان کجاییم. مصر از کجا به کجا با اسلام افتاد و ایران از کجا به کجا با دین اسلام و حکومت اسلامی. بهتره که غرورمون رو بذاریم کنار، بهتره که ضعفای خودمون رو فردی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی بپذیریم و روش کار بکنیم و دیگه سعی کنیم نه خودمون تکرار کنیم و نه اجازه بدیم دیگران تکرار کنن. یادشون بدیم که این رفتارها غیر انسانی یا غیر اخلاقیه. ممنون. من یه مثال میخوام بزنم. مثلا فرض کنین که من بیام بگم من فارس هستم نه یک ترک احمق. خب من این اگه بگم همه متوجه میشن. آره من تموم کردم. صدای من میاد خانم میترا؟ صدای من هست بچه توتا؟ آره بله صدای من میاد. سپاسگزارم. من فکر میکنم برداشت هم مختلفه، یعنی میشه بگیم که کسایی که توی تظاهرات بودن، یعنی من خودم حداقل برام خیلی واضح مثل اینکه صدای من توتاق نمیاد، من باید اتاق ببندم و دوباره صدای من میاد؟ آرمین نبودی الان صدات برگشت به حرف بزن. بله من مدرش هم صحبت میکردم مثل اینکه صدام نمیامد، الان دوباره فکر کنم میاد، میرفتم برمیگشتم. پس بزن من یه چیز مدرشتم اینو میگفتم. من یه مثال برای شما میزنم برای اینکه به این ادعای آقای آزاد فارسانی و آقای سلیمان امیری رو من واضح تر بتونم توضیح بدم. فرض کنید که من بیام به شما بگم من فارس هستم نه یک ترک احمق. من یک فارس هستم نه یک ترک احمق. من اینو هر جا بگم همه فکر کنم متوجه میشن توی عام که من دارم نژاد ستیزی میکنم علیه ترک ها و فارس بودن خودم رو برتر میدونم نسبت به ترک بودن. در صورتی که اگه بخوام مثل آقای سلیمان امیری و آقای آزاد فارسانی من این رو فلسفی ریز ریزش بکنم، اتفاقا از لحاظ فلسفی هیچ مشکلی نداره این جمله، با اینکه توی عام معنیش واضحه برای ما که شما فارس یک نژاد ستیز هستید علیه ترک. از لحاظ فلسفی شما اومدی گفتی من یک فارس هستم، خب این قسمتش درست بود. نه یه ترک احمق، شما نگفتین همه ترک ها احمقن. شما احمق خب... یه لحظه آزاد جان من دارم صحبت. خب شما نگفتین همه ترک ها احمقن. خب این که شما ترک نیستین یه جمله درسته،
اینکه بعضی از ترک ها احمق هستن، خب از هر گروهی، از هر نژادی، از هر گروهی از آدمایی یه بعضیشون احمقن. شما داری میگی که من یک ترک احمق نیستم. خب واقعا هم نیستی، یک ترک احمق نیستی. پس از لحاظ فلسفی که بگی من یک فارس هستم و یک ترک احمق نیستم، یک جمله درسته. پس شما وقتی میایین از لحاظ فلسفی بررسی میکنین، مشکلش همینه. ما میدونیم وقتی یک کسی توی عام، نه توی دنیای فلسفه، وقتی یک کسی داره میاد میگه من فارس هستم نه یک ترک احمق، برای ما این معنیش کاملا واضحه. شما وقتی تحلیل فلسفیش میکنین، دارین وارد یه دنیایی میشید که الان این یک هیچ مشکل استدلالی نداره، ولی منظور برای ما توی عام یه منظور معنی دیگه ای داره. پس این هم میشه مثل همون جمله‌ای که من آریایی هستم، خب بله میتونه درست باشه، عرب نمیپرستم، خب اینم درسته، عربم نمیپرستی. بنابراین از لحاظ فلسفی این دو تا جمله هیچ مشکلی نداره، ولی از لحاظ اخلاقی مشکل داره. شما میدونیم توی جامعه وقتی یه کسی همچین حرفی رو میزنه معنیش چیه؟ مثل همونه که بگه من فارس هستم نه یه ترک احمق. بعد یه کسی بیاد بگه نه این نژادستیزانه نیست، برای اینکه این جمله های خبریه و هر کدومش جدا جدا هم درسته، پس مشکلی نداره. میشه مثل اصطلاح بگو آزاد میخواستی بگی. ببخشید من واقعا چون فرصت صداش هست صحبت تو یارم مدام نمیشه، چون بازم شما ببین وقتی میگه ترک احمق هم صفت و موصوف باشه هم مضاف و مضاف الیه، یعنی میتونه حتی شامل همه ترکا باشه، اما عرب نمیپرستیم با ترک احمق خیلی فرق، ولی میتونه نباشه. آزاد جان میتونه نباشه. من اگه بگم یک ترک احمق نیستم، نگفتم من به این معنی لزوما نیست که همه ترکا احمقن، درسته؟ اگه از فلسفی بخوای بررسیش بکنی، این جمله لزوما به این معنی نیست. ببین من میدونم تو عام این معنی رو میده، توی عام من وقتی بگم من ترک احمق نیستم، همه کسایی که فلسفی اینا رو بررسی نمی‌کنیم، خب لازم نیست ما همه چیز رو بتونیم فلسفی بررسی بکنیم، میفهمیم که این یه شخصیه که فکر میکنه ترک‌ها احمقن. ولی از فلسفی بخوای بررسیش بکنی، میتونی بگی من نه لزوما به این معنی نیست. وقتی یه کسی بیاد بگه من ترک احمق نیستم، نگفته که همه ترک‌ها احمقن. برای همین من میگم شما دارین از این فلسفتون یه استفاده ابزاری میکنید که یک چیزی رو که برای ما معنیش واضح هست رو توی ببرین توی حوزه‌ای که میتونه از فلسفی جمله کاملا درست باشه. آرمین جان من با عزت دیگه صحبت نمی کنم. فقط بگم جادی هم تشریف دارن، جامعه شناسن. اگه میدونم زمان خیلی طولانی شده برنامه‌تون، ولی اگه اصلاح بدونی مطمئن هستم ایشون هم میتونه آورده زیادی داشته باشه. عزیزی من بدرود میگم، شنونده هستم. ممنون. اوکی بفهم آقای امیری. بله خب دوستان اجازه بفرمایید من خدمت شما مرخصم با توجه به اینکه خب خیلی هم مزاحم شما شدیم، ولی خب اون مثال شما رو هم در واقع من نپسندیدم، چون بحث بار ارزشی کلماتی که بعد از یک عنوان به کار میره، خب طبیعی است که از نظر بار ارزشی یک مطلبی است خلاف اون دریافت‌های اجتماعی. حالا ممکنه بگید از نظر فلسفی هم مشکل داره، ولی اون کلمه ترک احمق معنی عام میده، یعنی به یک شخص شما متصرف نکردی. ولی حالا این بحث هاییست که میشه در آینده انجام بشه، ولی قطعا نجات پرستی مضمومه، به خصوص زمانی که به مرحله اثباتی ثبوتی میرسه، وگرنه ارائه یک گزارش یا اینکه برای وجوه ممیزه شما بخواید از قومیت ها، جنسیت ها، گروه ها، طبقات نام ببرید، هیچ گونه نشانه افضلیت نیست. مثلا بگید حقوق دانان، این نشان نمیده که اونها ویژگی خاصی دارن که چون نام اونها این گونه آورده شده، یا طبقات اجتماعی یا گروه های مختلف قومی که امروز ورود دارن، مثلا کردها. خب این که بگیم عده کردن عده فارسن، این هیچ بار معنایی نداره. اما اگر شما بخواید از دل اون به یک مرحله اثباتی برسید و خودتون رو مرحله بالاتر بدونید، خب این مضمون. ضمن این که من اساسا معتقدم این شعاری که میگه من نمی پرستم، خود اون نپرستیدن نشان دهنده این نیست که شما دارید ستیز میکنید، اتفاقا دارید یک امری رو که بی جهت به شما تحمیل شده رو مورد نقد قرار میدید. و به نظر من عرب ستیزی نیست و قطعا باید در آینده ایران کارهای فرهنگی هم انجام بشه. ببینید
حالا مثالی زدن که ما میگیم ترکیه نمیدونم فلان، مازندرانی فلان، این اون. نه، شما در کشورهای متمدن هم این رو میبینید. شما من بارها حتی مثال رو زدم، شما در سوئیس اونایی که در کانتون زوریخ هستن، اونایی که در کانتون ژنو هستن، میگن اینا فرانسوی‌های کنار دریاچه ان. یعنی اونا رو سوئیسی نمیدونن حتی. میگن فرانسوی‌های کنار دریاچه. اونا هم بالعکس چیزای دیگه ای میگن. یعنی شما در یکی از قوی‌ترین کشورهای مدنی دنیا همین الفاظو میبینید. اینا کار فرهنگی است، خیلی هم زمان بره تا درست بشه. ولی از دل اون نباید حداقل شخصیت‌ها و افراد برجسته بهره برداری بکنن، به دنبال تهیه قوانین تبعیض‌آمیز باشن، به دنبال برنامه‌های آموزشی یا نوع رفتارهای تبعیض‌آمیز باشن که اینا میتونه خطرناک باشه، بلکه باید پذیرفت همه انسان‌ها رو با همه گرایش‌ها، تفکر و اگر هم نقدی هست به باور یا اعتقاد انجام داد. عرض دیگری نیست، ممنونم. حالا برای اینکه این فرهنگ سازی بشه، میشه برای بعضی واضح هم باشه یا آگاهی سازی بکنید؟ چون خیلی هم شما رو قبول دارن، فقط میدونم شما اینو گفتین و شما میدونم که نظرتون این هست، ولی برای اینکه مردم که شما رو قبول دارن روشون یه تاثیر دیگه هم بذارین، بهشون بگین که اگه اسلامو میخواین بزنید لطفاً به اسلام به عنوان عرب اشاره نکنید، یعنی عرب حتی اگه منظورتون هم این نباشه لطفاً از استفاده از واژه عرب استفاده نکنید و فقط اسلام رو، اسلام و دین رو نشانه بگیرید و پرهیز بکنید. حتی اگه منظورتون هم همه عرب رو نبود، بهتره که از واژه عرب برای زدن اسلام استفاده نکنید. آیا این پیشنهاد رو میکنید به کسی که بله قطعاً. ببینید، ما خب ممکنه داریم نقل یک تاریخی میکنیم، میگیم عرب ها حمله کرد. خب اینا برای نقل تاریخه یا مسائل از این دست، و قصد این نیست که از دل تهاجم اعراب 1400 سال قبل شما بخواید اون رو به خلق و خوی عرب امروز هم متصلش بکنید، کما اینکه ایرانیان هم به سرزمین های دیگه حمله کرد. بنابراین این طبیعی است که باید لحاظ بشه، باید بسیار ملاحظه بشه، اما باورها و اعتقادات هم باید مورد نقد قرار بگیره و اینها رو جز عرضیات بر انسانها، اون جنبه های اکتسابی بر انسانها بدیم. برای همینه که ما یه روز مسلمانیم، یه روزی که ممکنه مسلمان نباشیم، اما هممون انسانیم، نمیشه که فردا انسان نباشیم. باورها تغییر میکنن، عقاید و علاقه و احساسات تغییر میکنن تا حدودی، ولی اون چیزی که تغییر نمیکنه ارزش انسانه، به عنوان یک انسانی که حقوق خیلی مبنایی داره که باید مورد پاسداری قرار بگیره. قطعا ما در یک فرهنگی بزرگ شدیم که پر از مشکل بوده، اشکالات زیاد داشته و ما نمیتونیم به راحتی از اون فرهنگ جدا بشیم، که من ایمان سلیمانی که دیگران ممکنه در بیانمون عصبانی بشیم، نوع نگاهمون اینگونه باشه آنگونه باشه، ولی باید سعی کرد که این جنبه های منفی رو از خودمون دور بکنیم. ممنونم از شما. ممنون که اینو گفتین، واقعا ممنون که اینو گفتین، واقعا استفاده کردیم. ببخشید واقعا هم وقت شما رو به شدت گرفتیم، ممنون که اومدید. من فقط قبل از اینکه نمیدونم خانم میترو بابک چیزی میخوان اضافه بکنم، من فقط بگم که بچه ما بعد از جناب نبوی، من یه نکته بگم، چون بعضی از دوستان در چت ها صحبت میکنن که دفتر اسناد رسمی من باز هست. نه متاسفانه باز نیست، کاش باز بود، ما منبع درآمدمون رو هم داشتیم، چون دفاتر اسناد رسمی، میگم ببینید وقتی یک شخصی میخواد نقد کنه باید بلد باشه نقد کردن رو، اینه که شما در سردفتران دفتر اسناد رسمی کارمند دولت نیستن، درآمد اونها از حق و تحریر اسناده، نه حقوقی که دولت به اونها بده، و بازجستگی اونها هم از کانون سردفترانه، از 15% حق و تحریری که به کانون سردفتران مثل کانون وکلا و کانونهای دیگر که سنفی هن بیشتر، 15% حق و تحریر رو سردفتر به دفتریار میده. اینا میگم که اون از این یاد بگیرن، دوباره این اشتباهات رو مرتکب نشن. 15%ش رو هم به حساب کانون سردفتران میریزه برای حقوق بازجستگی و کارمند دولت نیست، اما تابع قوانینی است که در درون سرزمینه، مثل یک وکیلی که وقتی میخواد بره در دادگاه اونجا دیگه نمیتونه بگه من به حقوق بشر معتقدم، نه، اونا باید از موکل خودش طبق قوانین مدنی، جزایی، تجارت و اون قوانین موضوعه سرزمینی قضاوت بکنه، دفاع بکنه، کار وکالت رو انجام بده، اما ممکنه خودش اون قانون ارث رو قبول نداشته باشه. یا اشخاصی که مراجعه میکنن به دفاتر اسناد رسمی
افرادی هستن که شما میدونید احوال شخصیه تابع قوانین خود اون شخصه، یعنی اون مذهب و اون شخصی که داره. یعنی من نمیتونم به پدری بگم آقا من میگم میراث پسر و دختر باید برابر باشه، طرف میگه آقا قانونی که تو این کشور جاریه میگه پسر دو برابر دختر، از طرف دیگه من مسلمانم قوانین تابع احکام منه، تابع اون احوال شخصیه منه. خب دوستان اینا رو نمیدونن و فکر میکنن که من ایمان سلیمانی وقتی دفاتر اسناد رسمی و حالا فرق نمیکنه خیلی از همکاران منم هم میگن دفتر اسناد رسمی دارن باید قوانین و اسناد طبق اون چیزایی که خودشون دوست دارن تنظیم کنن، نه قوانین کشور. این نکته اول. نکته دومی که ببینید وقتی سردفتری در دفترخانه نیست، حتی اگه یه روزم میخواد مرخصی بره، یه سردفتر دیگری کفیل اون میشه. کفیل به این معناست که اسناد امضا میکنه، اون سمت چپ بالا محل امضای سردفتره به اضافه مهر دفترخونه. اگه سردفتری دفتر نباشه به دلیلی که کار مردم نباید به نوعی معطل باشه، باید دفتر رو به شخص دیگری واگذار بکنه و اون شخص هست که به عنوان کفیل دفترخونه کارها رو انجام میده. بنابراین هیچ دفتری نیست که سردفترش در دفترخونه نباشه و دفتر باز باشه، نه، اون سردفتر کفیله که اون کار رو انجام میده. و ما متاسفانه حدود 6-7 سالی هست که از این مسئله بی بهره هستیم و اون در اختیار سردفتر دیگری قرار گرفته که کارهای مربوط به امور دفترخانه رو انجام میده و ربطی هم به ما نداره. یعنی این عزیزانی که میخوان ما رو زیارت بکنن اونجا نمیتونن برن، اونجا ما پشت میز نیستیم و 6-7 سال هست که کار اونجا نشه. اینایی که عرض میکنم که دوستان بدونن، حداقل یه نقدی هم میخوان بکنن، دفتری دایر نیست اگر سردفترش نباشه. اگر هست بفرمایید شما یه سندی بیارید از 5-6 سال قبل به این سمت که امضای من پاش باشه و من اون رو امضا کرده باشم، اون وقت متوجه میشیم که بله شما متوجه هستی که دفتر من بازه و شخص من میتونم اون رو امضا بکنم. عرض دیگری نیست. امیدوارم همه این بحثا کمک بکنه که حتی ما در حوزه نقد هم بتونیم نقدهای خوب داشته باشیم و نه نقدهایی که حالت غیر مدلل باشه. ممنونم از شما جواب دادید. ممنون از شما. نکته مهم اون من دیسکورد رو پین کردم بالای اتاق، خب الانم روی یوتیوب میذارم. بچه ما این بحثا رو روی دیسکورد جمهوری بی خدایان ادامه میدیم. دیسکورد این کلاب هاوسه، ولی نه، از کلاب هاوس خیلی بهتره چون مثلا کلاب هاوس صوتیه، ولی میتونیم فایل شیر بکنیم با هم اونجا، میتونیم ویدیو با هم ببینیم. بیاین رو سرور جمهوری بی خدایان این بحثا رو اونجا ادامه میدیم. اتاقای مختلفی توی سرور جمهوری بی خدایان هست، ما معمولا تو اتاقای صوتی جمع میشیم با هم صحبت میکنیم. اگه بیاین سکرول واردش بشیم، بیاین پایین، اتاقای صوتی رو راحت میبینید، لینکش بالا پین شده، لینکش روی چت یوتیوب هم گذاشتم، زیر ویدیو یوتیوبمون هم هست. بگو مارتین. حالا اینا میخواستم هم بگم که گفتی شما دیسکورد و راجب چت روم هم اینو بگم که ما از اول قرار داشتیم که توهین به افراد ریموو میشن بعد از یک اخطار، اما چون هم نوید مشکل فنی خورد هم اینجا هنگ کرده بود، من نمیتونستم اسکرول کنم، نتونستیم یک در رو حذف کنیم و اخطار بدیم. من عذر میخوام از کسایی که بهشون توهین شد. من یه آقایی به نام خشیار اس اچ که از طرف های کالف بودنم سعی کردم ریموف کنم، ایشون قبلا هم تکرار کردن، بولی کردن خانم کتویونو. به استاد سلیمانی امیری هم توهین شد. من واقعا عذر میخوام، ما هیچ رسمی نداریم، ببخشید. شرمنده. آره، ما سعی میکنیم اینجا یک محیطی داشته باشیم که خانم میترو بابک و آقای سلیمان امیری دوباره بیان. اگه امیدوارم از ما ناراحت نشده باشن، امیدوارم که مدیریت اتاقم به شکلی بوده که شما راضی بودین، هر دوی شما. خانم میترو بابک شما صحبتی دیگه ندارین؟ نه، خواهش میکنم، خیلی خیلی ممنونم. به نظر من خیلی مهمه که صحبت کنیم با هم دیگه، گفتگو کنیم با هم دیگه. وقتی اگه ما حرفی در دلمون، در افکارمون مونده، اگر که با هم دیگه صحبت نکنیم، متاسفانه افکار انسان بیشتر فراتر میره، خصومت‌ها، دلگیری‌ها خیلی خیلی بیشتر میشه. ما باید گفتگو کنیم با هم دیگه به جای اینکه بخوایم با هم قهر کنیم. قهر یکی از بدترین سلاحه که متاسفانه ما از کودکی، بسیاری از ما از کودکی میآموزیم برای اینکه از فرهنگ قهرم بیان. صحبت‌های آخر خیلی خیلی مهم بود. امیدوارم که دوباره سازی فرهنگیمون رو خیلی بیشتر بهش تفکر کنیم.
امیدوارم شما اتاقی بزنید در مورد همین دوباره سازی فرهنگی نژاد پرستی. ما درس احتیاج داریم آرمین جان. ممنونم از همه شما به خصوص عزیزانی که پایین بودن. امیدوارم که ما بتونیم هر چه زودتر به آگاهی بدور از تعصب تا برسیم به آزادی زن، زندگی آزادی. ممنونم. بله بله ممنون ممنون میتر جان، خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که بازم بیای تو اتاقمون. بچه ها دوباره من میگم، روی یوتیوب اگه دارین نگاه میکنین بدون لایک لطفا نرید. لایک شما هیچ هزینه‌ای برای شما نداره و باعث رشد کانال ما میشه. رو کلاب هاوس هم اگه هستین لطفا همه ما رو فالو بدین، به غیر از قاسم، آقای امیری، خانم دکتر بابک، پخش زنده هم فالو بدید، مارتین فرست، منم حتما فالو بدین، ولی قاسم رو هیچ وقت، اینجا رسمه که هیچ کس قاسم رو فالو نکنه. لطفا اگه قاسم هم فالو دارید آنفالوش بکنید، اینجا ما قاسم رو فالو نمی کنیم، لطفا فالوش نکنید. ممنون از همه تون. فعلا ابلیس حافظ همه شما. فعلا ممنون از خود دارمین. ابلیس حافظ همه تون. بدرود. من تا سه میشمارم رو من بندم. یک، دو، سه.